بینندگان عزیز، با سلام به شما. اجازه بدید ما که 3 دقیقه دیر شروع کردیم، 2 دقیقه دیگه مهمان شما باشیم. بعد براتون داستان جالبی رو تعریف کنم که من امروز میخواستم نیم ساعت زود شروع کنم، گفتم شما اون وقت غر میزنید، میگید آقا گفتید 2 بعد از ظهر، چرا زود شروع کردید؟ کم مونده بود دیگه چرت بزنم، دیگه بالاخره ساعت 45 1:45 گفتم حالا دیگه شروع میکنیم. همچین که آمدیم شروع کنیم، 2 تا از پروگراما دعواشون شده بود با هم کار نمیکردن، ما مجبور شدیم تمام سیستم رو خاموش کنیم و دوباره روشن کنیم. میدونی که جوک های زیادی ساختن درباره این روشن و خاموش کردن برنامه های کامپیوتر و آقای بیل گیت رو مسخره میکنن که آقا این چه دستگاهی ساختی که آدم یه ساعت کتاب می‌نویسه، نامه می‌نویسه، یه دفعه همه چیز فریز میشه، خشکشون میزنه و باید همه رو از نو خاموش و روشن کنین. و یه جوک ژاپنی هست در این مورد، بذارید من اینو با پیجم شیر کنم. دوستان اگه شما هم شیر کنید ممنون میشم ازتون. اتفاقا از امروز گفته بود که میتونید در حین برنامه پول یا رأی‌گیری یا نظرخواهی و اینها رو هم بذارید. گفتیم بابا ما همین، باورتون میشه؟ ببینید من چند تا پروگرام رو باید اینجا روشن کنم تا این کار کنه. انکودر، فیسبوک 1، فیسبوک 2، OBS، بات، اکسپلیت وید بلاستر، 7 تا پروگرام رو من باید باز کنم تا بیام به شما برسم. یک آدم، حالا پیر مردم نمیگیم که دوستان همسن ما ناراحت بشن، یک آدم میان سال 62 ساله این همه کار میکنیم تا به شما برسیم، ولی شماها لطف نمیکنید حمایت کنید. و این چه عادت بدیه که توی وجود ما ایرانی ها رفته که مفتخور باشیم، هر کی هم حرف بزنه میگه آقا مگه ما بهت گفتیم بیا برای ما کار کن؟ نخیر، شما درست میگیم. بله، میگی که تا شما این را گوش دادید، آخوندها چند میلیون دلاری دزدیدند و به ریش همه اپوزیسیون خارج خندیدند. یه نفر مرغ سحر کباب شد. ما ملت بدبختی هستیم. اگه بدبخت نبودیم این سرود ای ایران هنوز نقل مجلس نبود، این مرغ سحر آواز مهمونیان نبود، نمیدونم یار دبستانی شعارمون نبود، میگذشتیم ازش، میرفتیم یه چیز جدید میومد، همون جوری موندیم و داریم درجا میزنیم. ولی چون آقای چمنارا، خیلی ممنون، آقای سعید خان میگه که سوربی با مردم روی تلفن خوبه، حالا دیگه یاد گرفتم اون کامپیوتر شما رو خاموش میکنم موقع برنامه زنده، روی این کامپیوتری که قوی تره این یکی هم پخش میکنم، بعد که خاموش به اصطلاح تموم شد دوباره میریم روی اون یکی. خلاصه ایشون چون گفته چند میلیون دلار دزدیدن، یه گپی دوستانه با هم داشته باشیم. دوستان، حتما شماها اگه همتون اینجا نبودین، یه مقداریتون اینجا بودین دوره کلینتون، اون جوش و خروش دات‌کام ها و این تب استاک مارکت. این احمقی که روبرو شما نشسته، یه دوستی داشتم یا دارم هم هنوز، ایشون دکتره، دکتر گوش و حلق و بینی، اینجا که اومد اونم آدم سخت کوشی، از تو فروشگاه کار کنه، از برای برادرش کار کنه، بعدم حالا شد یک به اصطلاح اینایی که خونه ریمادلین میکنن، نه ریدمالیا، ریمادلین میکنن، شده یک ریمادلر خیلی خوب بین این تایوانی ها و اینها، یعنی از این جاب به اون جاب و اینها پول خوب میسازه. این یه مدتی افتاده بود تو کار استاک و اینها. اون موقع من هنوز با دوستان ایرانی و تلویزیون های ایرانی آشنا نبودم که به این روز بیچارگی و گدایی و درماندگی بیفتن. اون موقع برای دولت اینجا قراردادی داشتیم، کار میکردیم و پول خوبی میساختیم. اینم هر وقت منو میدید میگفت سوربی 20,000 دلار دیگه ساختم. ما میگفتیم مبارکت باشه، حالا فعلا یه آبجو بخور، حالا بحث بیزینس نی. همچین که یه قلوب آبجو میخوردیم،
اون موقع هم که مثل حالا نبود اینترنت و اینا نگاه کنه، یه دوست دیگه ای بهش زنگ میزد، اون کامپیوتری داشت که از همون سالها استاک مارکت رو چک میکرد، اون آقام حسابدار، به این زنگ میزد که آقا چه نشستی که استاکمون 5000 دلار دیگه هم رفت بالا. انقدر این به من گفت، من یه روز گفتم آقا بیا بریم. کجا باید بریم؟ گو این بغل مرغ فروشی هست اینجا نهار میخوریم. گفتم حالا گو دکون بغلیش هست. گفتم آره. گفت اینا استاک میفروشن. گفتم بابا صد رحمت به اون رجب علی صراف خودمون، اقلا یه مغازه‌ای داشت پولای یک قرونی و اینا رو اینجوری میریخت مثل بقالا هست یا عطارا که زردچوبه و اینا رو چی میکنن. این رجب علی صراف توی این لگنای مخصوص تو ظرفا و سینیای مخصوص پول میریخت. خیلی هم جالب بود. من اگر مثلا مثل الان فکر میکردم وای میسادم یه عکسی میگرفتم باش یه صحبتی میکردم و اینها بماند. گفتیم بابا تو ایران اینجوری؟ گفت نه آقا اینجا میری داخل بهش میگی که من استاک مثلا کوکاکولا رو میخوام، اونم نگاه میکنه تا داره بهت حرف میزنه میگه مثلا الان 3 دلاره، اگه دیر به جنبی میگه شد 3.10، دیر به جنبی میگه شد 3.20. یعنی چی؟ یعنی هولت میکنن که تو زودتر بخری. گفتیم آقا بریم تو، شما که واردی چی بخریم؟ گفت من هوم دیپو خریدم. اون موقع این بود که اولایی بود که هوم دیپو اومده بود توی منطقه، هر جا میرفتی یه هوم دیپو داشت میومد بالا. گفتیم آقا میخریم دیگه، چند بخریم؟ گفت شما 1000 تا استاک بخر. گفتیم چنه؟ گفت دونه 60 تومن. گفتیم 60 تومن، 60 دلار یا 60 سنت؟ گفت آقا 60 دلار، این فردا میشه 70. گفتیم خب چقدر بخریم؟ گفت حالا 1000 تا بخر دیگه. من احمق 1000 تا استاک هوم دیپوی 60 تومنی خریدم. یکی هم الان چک کنه من بگه الان چند. خلاص چشمتون روز بعد نبینه. دو سه روز اول گفتم آقا من شنیدم اگه کسی استاک میخره باید ولش کنه، من که نمیخوام خرید فروش کنم. الان آقای مرتضوی خودش اون روز گفت دی تریدر هست، یعنی صبح میخره زور میفروشه، زور میخره شب میفروشه، اینها معامله میکنه. گفتم من که نمیخوام، من اینو به عنوان سرمایه گذاری، به عنوان اینوستمنت میذارم اون کنار. 3 روز نشد، زودتر از این که من صبحونه کافی بخورم میرفتم روزنامه واشنگتن پست پیدا میکردم، دیگه اصلا چیز شده بودیم، پول میدادیم برامون میمد. اون وقتا هم اینجوری بود، شما پول یه شنبری که میدادی تمام هفته رو مجانی بهت میدادن. خلاص بلند میشدیم میرفتیم روزنامه رو میآوردیم، به هیچ صفحه دنیا و ورزش و اینها هم کاری نداشتیم، فوری میرفتیم اونجایی که ریز ریز ریز. حالا شانس آوردیم اون موقع هنوز چشممون ضعیف نبود، نوشته بود، میگشتیم توی اچ هوم دیپو شده 62 دلار. واو 2000 دلار ما بدونی که هیچ کاری کنیم گیرمون اومده. ای خدا ذلیلت نکنه نوروزی، برنامه منو خراب کردی. ضمن من منتظر تلفن آقای ترامپم، فقط هم به من زنگ میزنه ها، به شما زنگ نمیزنه ها. میگه 206 دلاره. یعنی من اگر اونو نگه داشته بودم 60000 دلاری که داده بودم الان شده بود 206000 دلار. اینه که میگن بخر دستش نزن. بمانه. خلاصه رفت تا نزدیکای 70. همچین که شد 70 ما گفتیم آقا ما میفروشیم این 1000 تا رو، 10000 دلار هم گیرون اومده، 3000 دلارش دولت مالیات میگیره، با اون 7000 دلار هم یه ماشینی میخریم. هر وقت این ماشین رو سوار میشیم میگیم این ماشین استاک. ولی مگر این گرید خسیس بودن چی میشه؟ نه خسیسی اینجا نیست، این طمعه. طمع مگر این طمع میذاره شما میگی حالا شاید فردا شد 71 دلار، چشمتون روز بعد نبینه. شروع کرد اومد پایین، اومده وقتی هم میاد پایین شما میگی نه حالا فردا دوباره میره بالا. هی وای میسی، هی وای میسی. آقا خانم این قلب ما دیگه داشت وای میسا. رسید به چند؟ به 30 دلار. یعنی این بندهی که اینجا نشسته 20 سال پیش یه دفعه 30000 دلار ضرر کرده.
آقا من کاری انجام ندادم، قمار نکردم، فلان نکردم. به شما قمار انجام دادی، حالید نبوده، اقلا میرفت توی قمارخونه لاس وگاس یه خوراک مجانی بهت میدادن، با اتوبوس مجانی میبردن یه نمایشی، یه از این هیچ. خشک خالی 30,000 دلار ما از دست دادیم. اینو داشته باشین. بعضی وقتا تو بیزینس شما نباید پنیک کنی، نباید بترسی. پنیک ترسیدن نیست، پنیک هراسیدنه. کلمه هراس با ترسیدن فرق میکنه. به اون دوستمون که حسابدار بود و هی به این زنگ میزد، گفتم آقا من دیگه اعصابم خرد شده، نمیخوام این روزنامه و اینا رو نگاه کنم. شما هر وقت این شد رفت بالا، شد رو 40 و اینا، ها من این کار کردم، صبر بدید. گفتم خب الان من میرم 1,000 تای دیگه میخرم، الان که شده 30 دلار 1,000 تای دیگه میخرم، میشه چیزای من 30 تایی و 60 تایی اوریج یا معدلش 45 دلار، 1,000 تا 2,000 تا داریم 90,000 دلار. اینو شما داشته باشید. خلاصه اون دوستمون گفت آقا تو دیگه کی هستی؟ وقتی اومده پایین که نمیخرن. گفتم آقا شما کاری به ما نداشته باش، این رسم بازاره، بازار شیراز. خلاصه به اون دوستمون گفتیم آقا این هر وقت رفت بالا از 45 تا به من بگو. یه روز اون دوستمون آقا جمشید زنگ زد گفت سوربی شده 50 تا. ما بردیم 2,000 تا رو، نه 50 تا نبود، یه چیزی بود 47-8 تا بود که حاصلش شد 3,000 دلار. پول خودمون رو گرفتیم، 3,000 دلار هم در آوردیم. این دوتا دوستمون هم بردیم استیک و آبجو دادیم بهشون، گفتیم دیگه دوربر من پیداتون نشه برای استاک. ما آمدیم بیرون، تا امروز هم دست به استاک و اینها نزدم. هر جام کار کردم گفته ما برای بازنشستگی میتونید استاک بخرید، گفتم نمیخوام، بریزش توی حساب بانک 1% اگه بهم بدن اقلا مطمئنم سال دیگه اگه 100 دلار گذاشتم 101 دلار دارم، مثل این هی تب نمی کنم لرز کنم بالا پایین بمانه. این ماجرای دلار آقای چمن آرا، این ماجرای دلار دوستان دیگه، برنامه های منو برید نگاه کنید. اولا ممنونم این آقای نوذری و بها ابهری و دوستان دیگه، اون خانم ایوان به چیز به یک مجاهدی که آمده بود فحاشی میکرد بهش گفته بودن آقا مگه تو مجبوری؟ بعدم تو میگی من امید و امیدوار، گفته بیا نگاه کن. یعنی چی امید و امیدوار؟ بهت ساعتی پول میده که بیا برنامه سوربی رو نگاه کنی؟ خب خدا پدر مادر امید بیامرزه، به خود من پول بده بشینم نگاه کنم. یعنی چی امید و امیدوار گفته بود وگرنه نگاه نمیکردم؟ خب خاک بر سر، اگه پولت نمیده پس تو شدی برده امید و امیدوار، بهت میگه برو نگاه کن، نگاه میکنی بمانه. ممنونم. در صورت به این دوستان گفتم دوستان اصلا ناراحت نباشید، این برنامه من مثل آبه، حالا ممکنه سیل نباشه ولی آب بارونه، میریزه توی سوراخ اینها، اینا تو سوراخ قایم شدن، یه مشتی جانورن. فیسبوک هاشون رو نگاه کنید، یک عکس قفل و زنجیر زده، یک عکس شیر و خورشید زده، یک عکس نمیدونم مریم و هرزه زده، یک رجبی مرحوم زده، بمانه. اینا یه مش جانوری هن که در تاریکی در سوراخ های زیر زمین زندگی میکنن. من و شما مثل قطره های باران الان 20 ساله داریم میباریم، بعضی وقتا اینا سوراخ پر از آب میشه دیگه نمیتونن اونجا نفس بکشن، میان بیرون. و تصور کنید کسی که 40 سال 20 سال توی این سوراخ‌های تاریک مونده، هر نور کمی هم آزارش میده، نور حقیقت آزارشون میده. ولشون کنید، بذار این بنده خدا حالا فعلا چششونو بمالن، سردرد بگیرن، شما اذیتشون نکنید، صبر بهشون بدین. خود اینها نمیخوام بگم من روزانه 5 نفر دارم، باور کنید یکی دو روزی که میگذره زنگ میزنه طرف میگه آقا من از شما عذر میخوام، من زنگ میزدم فوش میدادم چنین چنان، امروز فهمیدم شما زودتر از ما فهمیده بودی. گفتم مشکل نیست که، منم یه روز مثل تو نادان بودم. بگذریم این ماجرای دلار، شما به من بگو میشینی صحبت متخصص رئیس، گفتمتون ترامپ به من زنگ میزنه باورتون نشد،
پرزیدنت آلرت قرار بود ساعت 2:18 آقای ترامپ شارلاتان به همه آمریکایی‌ها زنگ بزنه و این سرویس جدید رو امتحان کنن که در مواقع ضروری بتونن با یک تکست، با یک مسیج، با یک پیام همه آمریکایی‌ها رو آگاه کنن. حالا بشینید تا از فردا آدمای کان آرتیست، متقلبین، پدرسوخته ها، شارلاتان های مثل ترامپ و دیگران از این سرویس استفاده کنن، هی چپ و راست بگن الان بمب میاد، الان سیل میاد، الان مارکت میخوره زمین، بیاین چنین و چنان. چون هر چیزی که میاد برای آسایش بشر، این بشر دوپا خرابش میکنه و تا حالا خرابش کردن. امیدواریم یکی خراب نشه. خب آقای چمنارا، دوستان عزیز، من و شما اینجا یه خونه داریم، نشستیم توش. این قیمت خونه بره بالا بیاد پایین، ممکنه مالیاتمون کم و زیاد میشه. نگرانی به اون صورت نداریم. کی نگرانی داره؟ که یه خونه داره، رفته 10 خونه دیگه هم خریده به این امید که اینا رو گرون بفروشه به مردم محتاج و بدبخت و پول بسازه و میسازنم. آقا همین دوست ما که استاک مارکت رو غالب کرد به ما، بدبخت مال مالی چیزی هم که نمیگرفت، کامیشن هم که نمیگرفت، گرفته بود به من که سوربی تا کی میخوای تو اینجوری کار کنی؟ کار سخت واقعا، ما اینجا هممون کار سخت انجام دادیم. حالا بماند دیگه، حالا مله ها اومدن به ما پول دادن، مزدور شدیم و چقدرم واقعا اینا میدن. مله ها از جوونی عادت کردن به دادن. خب علیرضا سلیمانی میگه من هم پیام شارلاتان را دریافت کردم. سعید هم میگه که my phone is doing the same، تلفن من هم همینجور. و آقای نوروزی میگه it needs huge knowledge، I'm doing it for many years، you need to know how to read chart، breakout، fish، hook، فلان. نه بله، خیلی قشنگ گفتی، درست مثل ماهیگیریه. یه ماهیگیرم میبینی میاد همون اول وارد نیست، میندازه قلابی رو که تو 4 کار کردی، ماهی رو اون میگیره میره، شما باز ماهی میسی. مثل بازی تخت نرد دیگه، با وجودی که نالج یا دانش و آگاهی داری ولی شعر داری. زدن سید نه از استادی صیاد هست، یه هم چیزی مهره گر راست نشیند، همه کس نراد است. حالا بیای ماجرای دلار، میشینی حرف این آقای شجاعی رو گوش میکنی که در فلان قسمت استاد دانشگاه بخش چوسان فیسان هستن. بعد یه آقای هم جوانی به نام صلواتی نشسته تو انگلستان میگه آقا دلار اینجوری 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 حساب میکنن به نسبت خرید، به نسبت فروش، به نسبت بازار. هی اون میگه که این آخوندای دوز میگه آقا ما داریم راجع به اقتصاد حرف میزنیم، این اتاق سیاسی اونوریه. بهش میگه شما که به بچه ها درس میدی، به من بگو چه فرمولی استفاده میکنی. خب اگه یه کسی بیاد به من بگه آقا تو که میگی من رشتم برقه، این وقتی میگن 100 وات یعنی چی، ما میگیم آقا W مساوی آی آر، یعنی یا یو آی ببخشید، آی آر آی تو به توان تو، یا یو آی ولتاژ رو، بله ولتاژ رو آمپر میشه وات. اوکی، باید فرمول بلد باشی، نمیتونی بشینی اونجا مزخرف بگی. که از این و این حسن داعی الاسلام نادان مجاهد تو برنامه میبودی، آقای میبودی به خدا خجالت بکش، میشینه میگه مردم گرسنه هستن، دارن میمیرن، خودفروشی میکنن، چنینن چنانن، از اون وقت خود پوفیوز جاکشش میاد به مردم میگه که برید دلار بخرید نگه دارید. آخه ما در قهوه کسی که پول نداره بره دلار از کجاش بخره؟ و مردم هم یه عده میرن میخرن. این امید دانا یه برنامه گذاشته بود خیلی جالب بود، میگه آقا طرف نشسته توی آمریکا و توی کانادا داره تبلیغ میکنه که ملت توی ایران ممکنه جنگ بشه، شما بیاین به ما پول بدین ما براتون ویزا بگیریم. حالا این سم سعید بالا آبادان خرمشهر
یک خانم آبادانی بیچاره زنگ زده، آقا من اولین بار برنامه شما رو میبینم، شوهر من در منطقه آزاد آبادان، من نمیدونستم آبادان منطقه آزاد داره، کیش میدونم داره ولی قشم هم مثل که داشت یه جایی نمیدونم، دست در منطقه آزاد آبادان کار میکنه و پول میسازه و ما هستیم و یه بچه ای بچه هم داره میشه 18 سالش. این پدر سوختم از اینجا میگفت تا 18 سالش نشده بیاین بیرون و نفری 35 میلیون تومن به من بدید میام میبرمتون ارمنستان. این امید دانا که من بهش گفتم امید نادان حرف قشنگی زد، گفت آقا این چجوری داره این کارو میکنه، شماره حساب بانک ایرانو میده، بعدم میگه ما میایم از تهران و مراکز دیگه به صورت کاروان شما رو بلند میکنیم میاریم ارمنستان. خب اینا یا با خود آخوندا هستن به این وسیله دارن ایرانو خالی میکنن، این همون تبعیدیه که من میگم آقا تبعید ما نشدیم، ما مهاجرت کردیم. یعنی یه برنامه های در کار هست که واقعا وقتی نگاه میکنی مغزت سود میکشه. حالا این ماجرای دلار، شما به من یه ملتی تو دنیا نشون بدین که کارش خرید و فروش دلار باشه. من بارها گفتم افتخارم میکنم این 22 ماهی که در آلمان بودم از به اصطلاح تعمیر وسایل الکتریکی تا تودوزی صندلی و اینها به کمک همین دوستمون جواد تا خرید فروش دلار، مارک، اون موقع مارک بود، خاویار، چیزای صنعتی، چی بهش میگن، وسایل دستی، هنرهای دستی ایرانی ها، اگه اشتباه نکنم مثلا من خاویار خانم پوری بنایی رو من خرید، اون آقای وحدت و ارهام صدر و اینا هم وقتی میمدن اینا هم چون هنرمند بودن احترامشون میذاشتیم بهشون، گفتیم مثلا ما میخریم 200 مارک میفروشیم 300 تا مال شما رو میدیم 300 تا یا 250 تا. anyway یه ملت به من نشون بدید که همین جوری دلار بخرن، طرف دلار بخره ببره بذاره تو خونهش که فردا بفروشه. الان فیلم نشون میده طرف اومده میگه که من آقا این دلارها رو خریدم 10 تا 18 تا که شد نفروختم، حالا اومدم میگم 12 تا 12 تا هم نمیخرن، میخوام 11 تا بدم. خب بدبخت احمد، پس فردا میشه 9 تا، 1000 تا هم ضرر میکنی. یه ملت به من نشون بدید که در اوضاع جهانی که میگن آقا وضع اقتصادی چنان هست که کشورهای فلان اینترست نیست، زیرو، شما پولتو میبری میذاری بانک، بانک میگه باید مای 15 دلار هم بدی چون ما مواظب پولت هستیم. اون وقتایی که من اومدم آمریکا 13%، 8%، 10% بهت سود میدادن تا این پول از تو بگیرن، یه سری هم کارمزد و مخارج بدن به یکی دیگه 18%. چجوریه تو ایران 25% میده؟ برای که آقازاده میاد یه بانکی درست میکنه، بانک ابوالفضل 25% جایزه، شما میری پولت میذاری، هر روزم تو مهمونی ها به اون بدبختی که پول نداره پوز میدی که آقا کار مال خره، برو پولتو بذار تو بانک، 10,000 دلار بذار، نمیدونم مای 2500 دلار از پاش بخور، برو ترکیه خوش بگذرون. حالا اون بدبختی که نشسته اونجا کسیه که باید به همین بانک ابوالفضل 50% سود بده تا اون قرمساقا چند ماه به تو 25% بدن، بعد بلی اپ، بلی اپ یعنی شکمشون بیاد بالا روی آب، ماهی ها دیدید وقتی میمیرن یا دینامیت منفجر میشه میان بالا، به اینا آمریکا میگن بلی اپ. و دیدید طرف میاد دم بانک میگه پول من کجاست، به کی میگه؟ به دولت میگه. مگه تو پولتو دادی دست دولت؟ مگه گذاشتی تو بانک ملی و سپه و صادرات و فلان اینها؟ نه، پولتو گذاشتی دست اون نمیدونم بانک ابوالفضل، بانک حضرت معصومه، حالا اینا رو هم نگیم، بانک سامان، اینا من نمیدونم اینا باشه مال دولت. خب ملتی که عادت میکنه به مفتخوری، ملتی که نزول خوری میخواد بکنه، خب دولت هم اینجوری سوارش میشه. دولت اومده یه مقداری دلار اینا، بابا من بارها میگم هی نگین این آخوندا احمقن، هی گفتید احمقن، فکر کردید خودتون دانشمندید، 40 سال سوارتونن، بیاین بشینید بگید آقا اینا دیگه کیان،
من بارها گفتم شما این آقای ظریف میبینی دانشجو بوده اینجا، بچه درس خون خوب ول کرده رفته ایران، سازگارا مغز با فلان رفته ایران، اینا رفتن ایران دارن میچرخونن. آخونده که اون بالا فکر باغ نمیدونم زعفرانی ها و نمیدونم فلان و ایناشه، این مارمولک ها دارن میچرخونن. اینه که میشینه فکر میکنه خب ما دلار نداریم، دلار که نداریم مردمی هم که دلار نمیخوان میان میخرن. من یادمه پسر من 39 سال پیش به اصطلاح دنیا اومده و ما رفتیم یه فلاکسگاهی، فلاکس درسته یا فلاکس چای، یه فلاکس چای بود اسمش هم هنوز یادمه، الفانت فیل میگفتن، این فلاکس های فیل نژاد مال ژاپنه، دونه 30 تومن هم بود. من رفتم دوتاشو خریدم که تو یکیش آب گرم برای بچه‌مون، تو یکیش هم چایی برای خودمون نگه داریم. این بچه حالا از شیر مادر میاد رو شیر مصنوعی، شیر گاو و اینها، باید چیز باشه دیگه، آب داغ داشته باشه. طرف بهم گفت که شما چرا دوتا فلاس میخری؟ گفتم یکیش برای چایی یکیش برای آب گرم. گفت آها، چون همه دارن 10 تا و 15 تا میخرن. گفتم اونا برای چی میخرن؟ یکیش برای عرق شاتره، یکیش برای آب لیمو، یکیش برای... گفت آقا تو چقدر مشنگی. گفت نه، احتکار میکنن. اولین باری بود که من کلمه احتکار یاد گرفتم. گفتم احتکار یعنی چی؟ گفت امروز میخرن 30 تومن، بازار که کم میشه، اونی که برای بچهش میخواد شیر با آب گرم داغ کنه مجبور میشه از این بخره 60 تومن. اون وقت این یه شبه پولش دو برابر شد. کسی که یه شبه اینجوری پولش دو برابر میشه، این دیگه حاضر 6 صبح بلند شه لباس بپوشه، ساعت 7 بره کار بنایی بکنه، نمیره میشینه اونجا. یه دفعه این بیلمار گفت اینقدر هی نگید خارجی ها نیان اینجا، چشمتونو ببندید یکم فکر کنید، ببینید دخترتون، پسرتون، شوهرتون، برادرتون، همسرتون، هر کی، کدوم یکیشون اینجا توی کارخونه دارن کار میکنن که یه چیزی تولید کنن. میگی چی کارن؟ میگی نمیدونم کانسالتنته، اون چی کارن؟ وکیله، اون چی کارن؟ مهندسه. کجا کار میکنه؟ برای دولت. خب این دولت باید از کجا پول بیاره؟ اون کارگر اسپانیشو نمیدونم ایرانی های دیگه و همه ملیتی، اونا میان اینجا کار میکنن، مالیات میدن، پول میدن به دولت. تولیدات چی؟ رفت تولیدات آمریکا موقعی بود که قدرت کار مجانی، من پاور، قدرت کار مجانی از کیا؟ از این سیاه های بدبخت سر این پلانتیشن ها، پنبه و نمیدونم فلان، بعدم از این چینی ها، بعدم از خود ما، بعدم از اون مکزیکی ها، همینجور تا حالا. خب آقا این وقتی دلار خریده برده گذاشته خونه، بعدم هی نشسته تلویزیون ایرانی نگاه کرده، هی فوش داده با آخوند، حالا که اومده بیرون میخواد بفروشه اصلا نمیخرن. بهتون عکس نشون میدم، طرف بقاله نوشته که دلار رو میخریم ازتون نقد. گوش کنید، بیا این دلار ایران، یک لحظه، دلاری که ملت خریدن 18,000 تومان، این آقا بهشون لطف میکنه ازشون میخره. یک لحظه امانم بدهید، اینجاست دلار، قشنگم نگاه کنید این خربزه های مشهدی. اون پشت دهن من آب افتاد، تابستونه دیگه، مخصوصا آخرهای تابستون خربزه های مشهدی و انگورایی که میاد اینه. خب ببین آقا نوشته خریدار، تاریخ هم زده 10/7/1397، دلار 7500 تومان نقد. من گفتم امیدوارم بشه 75 ریال، یعنی 2 تا 0 دیگه هم از دست بده. چرا؟ این ملتی که میره بانک حساب باز میکنه، پولشو میذاره، قانع باشه به 1%، 2%، به نرخ تورم اگه سالیانه 3%، اینم 3%، ولی احمق، تو وقتی میری بانک میذاری 25، یعنی تو داری به برادر خودت، به پسر خودت میگی پسر جون تورم این مملکت سالی 25%، یعنی من این 100,000 دلاره که میذارم، 100,000 تومنه که میذارم تو حساب، تو یه بیچاره
اگه خواستی بیای وام بگیری باید اینو بگیری سال دیگه 125,000 دلار بدی، اگه این خونه رو خریدی 100,000 تومان سال دیگه اگه بفروشی 125 تا بیری بیری در رفتی. بیری بیری میگن. خب این اصلا نظم همه چی رو میریزه به هم. اون وقت هممون هم شدیم متخصص اقتصاد، از این سربی نادان گرفته تا آقای شجاعی فیلسوف. من خری به اینجوری دیگه هنوز ندیده بودم. اون پسر یه آدم جوونی بود، میگه آقا من دارم به شما عدد و رقم میگم، تو هی میخوای به من توهین کنی بگی من مال جمهوری اسلامی ام. گور پدر تو و آخوندا و شاه و خدا و پیر و پیغمبر، بذار حرف بزنیم. این مردک به مردم ایران میگفت دلاراتونو نفروشید، حتی برید بیشتر بخرید، پولا رو بیارید، پولای خونتون رو تبدیل کنید به ارز خارجی. آقا خواستن یه ویدیویی هست، فیلمی هست به نام Confession of an Economic Hitman. Confession یعنی اقرار. میگه که هیتمن هم اینایی که مثلا شما بهش پول میدی میری یک کسی رو میکشه، پول میدی میری یک کسی رو میزنه، اینا رو بهش میگن هیتمن. حالا میگه اقرار یک کسی که هیتمن اقتصادیه. بعد تو اون توضیح میده که الان ترامپ هیتمن اقتصادی ایران شده. وقت برای من جالبه، آقای دکتر ما آقای رضا سلامی نشسته که ترامپ، میگم آقا این دیروز گند کارش بالا اومد، 100,000 صفحه نیویورک تایم در یک سال و نیم گذشته رفتن دنبالش تحقیق کردن، دیدن این ترامپی که میگه من خیلی خودساخته هستم. یه دوستی داریم میگه یعنی شما قبول نداری که ترامپ بیزنسمن خوبیه؟ میگم نه خانم، کجاش بیزنسمن خوبیه؟ بیزنس لیدی خوب شما هستی که با دو تا بچه اومدی اینجا، رفتی تو وندیز کار کردی، الان بیزینس خودت داری. ترامپ پدر سوخته از 3 سالگی باباش سالی 200,000 دلار میریخته به حسابش، 8 سالش که شده 5 تا 200,000 دلار، حالا سودم هیچ، 5 تا 200,000 دلار میشه 1,000,000. 8 سالش که بوده این میلیونر بوده. البته یکی گفت حالا میلیونر مثل 8 ساله‌ها عمل میکنه. خب بعد پدر شارلاتانش هی آمده پولا رو چرخوندن، همین پولشویی و چرخوندن و اینها، گندش تازه بالا اومده دیروز و من اینقدر خوشحالم. میگم این درست مثل آلکاپون. آقای سلامی گوش کن، آلکاپون دولت آمریکا نتونست، FBI نتونست، نمیدونم پلیس نتونست حریفش بشه. IRS از روی تکس انویژن بهش میگن، مثل که همین با مالیات ور میرن، از اون گرفتن انداختن زندان. حالا کی باشه که خانواده ترامپ زرنگش بکنم، این خانمش بود که فعلا در رفته آفریقا، بیان جلو گوش بدی. این میگه کشورهای آفریقایی شتهوله، شتهول یعنی ببخشید سوراخ فلان، زنش بلند شده رفته اونجا. هر چیزی که این گفته تا حالا اون درست برعکسش عمل میده، به فلان عمل میکنه، به فلان فوتبالیست این فوش میده، اون براش پیام میفرسته که خیلی کار خوبی کردی، کار انسانی بوده. بعضیا حتی به شوخی میگفتن حالا ما دوست داریم ببینیم این که ترامپو نبرده با خودش تو این هواپیما کیا باهاشه، باید صبر کنیم و ببینیم. آقای اکبری از آلمان میگه جناب سوربی با سلام، تمکاری و حرص ما همیشه باعث بدبختی ما بوده. مگر یادتون رفته به خاطر آب و برق و اتوبوس مجانی قیصریه را به آتش کشیدیم؟ از ماست که بر ماست. ها؟ یادم نرفته. آقای سلیمانی میگه اگر این اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور کاسب شیاد کلاش هستن و عده زیادی از آنها فقط مردم را گمراه کرده و خود را انسانی والا به حساب می آورند، اکثر، ببخشید گفتم چرا بی‌معنی این جمله، اگر نیست، اکثر این اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور کاسب شیاد و کلاش هستند و عده زیادی از آنها فقط مردم را گمراه کرده و خود را انسانی والا به حساب می آورند. خب سعید کابوسی میگه آقا راست میگه، کار مال خره، شعور هم میگه کار مال خر، شعورم مال گاوه. ما هم که نخریم نگاویم، نه کار میکنیم نه شعور داریم. خب اینه،
حالا شما یه روز میای آخونده پول اینا رو دزدیدن. خب آقا اگه این آخوند شما میگی پول نفت و اینا رو میدوزه، دیگه احتیاج نداره که پول مردم رو بدوزه. البته ناگفته نماند، وقتی شروع میکنی دزدی، همون هرسی که بهتون گفتم، هرس و طمع و ولع میگن ها، اینجا گرید، اون یکی دیگه شما نمیدونم چی. خلاصه اینا باعث میشه که شما هی بری بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر، اون وقت مملکت میشه این، میشینه تلویزیون نگاه میکنه. ایلا خانم تو اگه مسافرت نمیخوای بری، اصلا تو عمرت خارج نرفتی، دلار میخوای برای خونت برای چی؟ حالا طلا بگی یه چیزی، اونم طلا رو اون موقع ها میخریدن که سیستم بانکی نبود توی کشوری. این بود که هر خونه خراب میکردن میگفتن گنج پیدا شده. کدوم گنج؟ بدبخت حاصل یه عمر کار کردنش یه مش سکه طلا و سیلور نقره و اینها توی کوزه گذاشته بود، تو باغ خونه شون بود. عمله بعدی میمد با کلنگ میزد، میگفت فلانی گنج پیدا کرده. آقا گنج نیست، برو ببین این مالی کیه، بهشون بده. در صورت اینم ماجرای من، اینم تحلیل پرمحتوای متخصص اقتصادی ما از این آقای چیز دوستمون از خلیج فارس، برنامه شماره 70 و فرستاده، امروز براتون پخش میکنم. خیلی خندیدم وقتی راجع به هتل‌های عربستان و اینها صحبت میکنه، راجع به گزارشگرا و ریپورترهای مخصوص تلویزیون مردم هم صحبت میکنه. شما هم حتما گوش بدید. حدود 18-19 دقیقه ایشون صحبت کرده، 24 تا عکس بهتون نشون میده. برنامه رو ببینید، اگه خواستید چیزم کنید، به اصطلاح نظرتون رو بدید. آقای فاتحی، من اصلا نمیفهمم شما اونجا چی نوشتید. نوشتید SGHINVN. رمزی آقا صحبت میکنی؟ خدای نکرده زندانی بودی؟ مرس میزنی برای این و اون؟ این چیه شما نوشتی؟ در صورت یا شاید فکر کردی که کیبوردت روی فارسیه، نوشتی بعد اینجوری شده. خودت لطف کن پاکش کن، وقتی یه چیزی می‌نویسی که نه من میفهمم نه دوستان دیگه، پاکش کن. آقای رجبی، ما به شما سلام میکنیم. آقای فاتحی، ما به شما درود میفرستیم. خیلی ممنون. امروز چهارشنبه است، 11 مهر 1397، 3 اکتبر 2018، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت آمریکا، به وقت شرق آمریکا، 12 ظهر به وقت غرب آمریکا. گفتار عقل بشر شماره 70 رو براتون پخش میکنم. امروز صبح یه بنر به ایرانی چی میگن دوستان؟ یا یک آگهی، یه پوستر گذاشتیم روی مردم tv.com. شما هم میتونید اونجا با روزی $3 آگهی بذارید. اگه اونو بذارید و یه آگهی هم بذارید تو چی، ازتون روزی $2 میگیریم. $2 برای اون، $2 برای این. ما اینا رو از آمریکایی‌ها یاد گرفتیم. تو ایران هم اینجوری بود، هرچی بیشتر بخری ارزون‌تر. اینجا بهتون بارها گفتم یه نوشابه می‌خری $1، 6 تاشو می‌خری $2. نه کسی شلاقت میزنه اینو بخر، نه کسی دستبند بهت میزنه اونو بخر. آزادی. یه نوشابه میخوای $1، 6 تاشو بخر $2، تو یخچال نگه دار $4، چقدر سیو میکنی یا سود میبری. اینم از این ماجرا. بذارید من یک مسافرت کوتاهی با شما بریم، این مردم تیوی رو به شما نشون بدیم که این صداشو ببندم. بله، صفحه مردم تیوی وقتی میاین اون صفحه اصلیش اینو میبینید. یک لحظه، 4 به 3، بله اینجا اینو میبینید، به این صورته. خب دوستان، اگر اینجاها آگهی چیزی نمیبینید، این چیزی که مثل لوگو یا مثل چیه لیگوه بچه ها بازی میکنن میبینید، اینا هم احمقن. اینجا باید یه پیامی بنویسه. اینجا نوشته که ادوبی فلش رو ران کن. هستشا این یه مدتی اینا اومده هی سکیوریتی 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 ها ما رو بیچاره کردن. خب این که میاد، اگه یه جوری میفهمیدم که اینا رو بذارم که همیشه دیگه ثابت باشه، از شر شاهد بشم. ببینید نوشتیم آگهی شما میتواند اینجا باشد، یا آگهی شما هم میتواند اینجا باشد. Click to place your ad here. البته این غلطه. Click to place your ad یعنی شما باید اینو کلیک کنی خودت بتونی عدتو بذاری اینجا. نمیتونی. اینجا ما 3 تا آگهی گوگل باید داشته باشیم. نیست. الان باز نگاه کنید این گوشه یه جایی
اینها ببینید نوشته tracking protection disable for dicks نمیدونم فلان permission، انقدر دیگه چیزا رو هی اضافه بهمون چی دادن چی میگن. بله آمد، ببینید برای یه لحظه آمد، نمیدونم من دیگه، خب چون از اون چیز استفاده میکنم کاری به این ندارم. به خود من میگه که مردم تیوی سکیور نیست، میخوای سکیورش کنیم؟ میگیم بله. بعد بازش میکنه، نمیدونم اونا رو به اون نشون میده، tracking on اینو permission، خلاصه این. حالا من کاری به اونا ندارم، کاری به این دارم. میبینید نوشته خاطره ها و تاریخچه، این یک دوستی کتابی گذاشته، کتابش اونجاست. هر کدوم از اینا که میاد پرده تبلیغاتی، آفرین، تو ایران هم شنیدم خیلی رسم شده این کار رو انجام میدن، پرده های تبلیغاتی. بله حالا ببین اینجا از اول اینه آگهی شما، دومیش برای آشنایی بیشتر با اندیشه و اهداف آن اینجا را کلیک کنید. کلیک که میکنی شما رو میبره تو صفحه وبسایت اندیشه.net. اونجا انگلیسی دارن، فارسی دارن، ببینید اینجا فارسی، اینجا انگلیسی، ویدیو دارن، چیزهای مختلف دارن، باشون تماس بگیرید. پایینش قسمت تماس هست، یه وبسایت ساده ولی کاملی هست. اینو از امروز ما اینجا گذاشتیم، روی فیسبوک هم گذاشتیم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم آگهی داشته باشید. باید با خانم فری شوبری تماس بگیرم ببینم هنوز این بیزینس رو دارن یا ترانسفر کردن، و اینو اگه نمیخوان دیگه ما برداریم، چون این آگهی ها بعض وقتا برای دوستان باعث مزاحمت میشه. ولی بهتون گفتم خانم شوبری خیلی قشنگ به اینها میگفت که خب شما به من بگو که اگر تو این تلویزیون سوربی آگهی نذارم کجا آگهی بذارم؟ میگفت مثلا تلویزیون 1-2-3. میگفت خب که شما که اونو نگاه نمی کنی، داری سوربی رو نگاه میکنی، یعنی اینا رو از رو میبرد. آفرین به شما، خیلی ممنون از دوستان. و بریم سراغ، بله، فرخ یک پیامی گذاشته که میگه از روی جی الویز دیده، جالب بود، خندیدم، خیلی ممنون. و میگه که یه نفر به دوستش زنگ میزنه، بعد میگه که حالا مثلا بچت کجاست؟ میگه رفته کلیسا کشیشو ببینه. میگه او زود زنگ بزن به پلیس، بهشون خبر بده، و به خودش هم زنگ بزن بگو که کاپوت بخره همراهش ببره. از بس این کشیشا به بچهای مردم تجاوز کردن از 50 سال پیش، 60 سال پیش، اینایی که زنده موندن با عقده ها بیچاره بزرگ شدن. بعد خیلی هاشون هم صداشون در نیومده، ولی خیلی هاشون یکی یکی دارن میان صحبت میکنن. و اما این مسیح علی نژاد، این خانم موزوزی رو میشناسید ها؟ حالا موزوزی بودن اینا که دست خودش نیست، دست طبیعت و دست ژن ننه و بابا خودش بوده و اینها، ولی من فکر کنم مغزش هم وزوزیه. معصومه علی نژاد، کسی که تو ایرانم که بود همه تعجب میکردن که یه دختری بدون سابقه چجوری آمده رفته تو مجلس، با خاتمی اینجاست، با خاتمی اونجاست، بلند شد از ایران اومد اینجا، روز دوم رفت با این دیوانه رضا پهلوی نشست صحبت کردن، همه گفتن آقا این الان از راه رسیده، این همه رادیو تلویزیون اینجاست، چرا با این مصاحبه کردی؟ خب آقا رضا پهلوی هم گفته این آقا خاتمی سفارش کرد. خب در هر صورت یه فیلمی رو همین سعید با دوستاش برای من فرستاد، از به اصطلاح یه هنرپیشه ایرانی در ایران، که بعضی وقتا من و شما از یه چیزای همینجوری بی تفاوت میگذریم، درسته؟ ولی چجوری من اینو خوندم، آقای چمنارا اینو هم شما فرستادین، بیژن و هوشنگ و اینا فرستادن، ولی بذارید من اینو براتون باز کنم دوستان. و وقتی این خانم حرف میزنه، من هنرپیشه‌های ایرانی رو اسمشون رو بلد نیستم به چند دلیل، یکی اینا رو دیگه اینا بعد از انقلاب اومدن ما نبودیم، یکی این که ماشاءالله همشون شبیه همن، مثل که اون کسی که دماغای اینا رو جراحی میکنه، آرایشگری که موهاشون رو رنگ میکنه، همش یکیه و از اون خط تولید که میان ماشاءالله اینه چیز، ولی همشون هم خوشگلن. خب بذارید من اینو روشن کنم با هم، با دقت، با توجه به صحبتای این خانم گوش بدین، بعد نظرتون هم اگه خواستید بگید. کامرای 3
ببرمتون ایران، ببینم صدا باز نیست. بفرمایید خانم هنرپیشه. صداشم اینجا نمیان ایران. خانم پینجور ساعت بردازید. یکی دیگه بیا از اول ببخش. خانم مسیح علی نژاد چرا نمیان ایران؟ خانم پینجور ساعت بردازید. خب چرا میشه اونجا میگه بچه من رو سرش در من بردارم؟ اگه اینقدر کار رو باحالیه خب چرا نمیای؟ بلیتت مهمان من پرنده زادی. میگی نمیان ایران میگیرنتون؟ راست میگی. چرا بچه من بری روسرش رو برداری که بگیرن؟ خانم عزیز این چه شانتاژی که راه انداختی واسه خودت دکون کردی عزیز دل من؟ من دارم بهت میگم نه بچه نظامم نه ریش دارم. من پرند که مادرش زاهدی، خاندان زاهدی، پدرش زالزاده از قطعه‌های زنجیره‌ای، من یه دونه دختر این دوتو دارم بهت میگم نکن بچه های ما رو به بازی نگیر. اینقدر با اذهان عمومی تو این مملکت بازی نکن. این ملت گناه دارن که بازی چه افرادی مثل تو بشن که نشستی اونجا داری عشق دنیا رو میکنی. بعد گلنگش کن. این کار از شرافت و انسانیت به دور. خانم عزیز وقتی میتونی این حرف رو من بزنی که اینجا توی بند 209 نشسته باشی و بگی. اون موقع میگم باشه اول نفر بله خودم یه رو سریع برمیدارم به خاطر حمایت از تو. خب اسمشو میگه، فامیلشو میگه، خانوادهشو میگه، حرف حسابش میگه. خب چرا نمیای ایران؟ میام میگیرنم. با آقای رضا سلامی گفتم آقا تو بلند شو بیا با من بریم ایران. گفت آقا میگیرنم. گفتم خب پس چرا به دیگران میگی؟ به این ضیاء آتابای سال 2006 گفتم. گفتم شما که میشینید اینجا زرزر میکنید، شماهایی که یه اون تو هواپیمایی بودید و این ورور خوش گذروندید، خب بلند شو میرن. نه آقا ما رو میگیرن. گفتم اولا تو رو میگیرن برای چی؟ چی کار کردی که بگیرنت؟ حالا این خانمه میگه اگر شما میگی منو میگیرن برای که موهای وزوزین بیرونه، خب پدر سوخته چرا به دختر من میگی بیا موهای صاف و قشنگتو بنداز بیرون؟ خب حرف حساب میزنن. اون وقت به این قشنگی میشینه فیلم تهیه میکنه میده بیرون. حالا شما اینو داشته باشید، ببرمتون سراغ یک قهرمانی، اسمشو اینجا نوشتم اگه بتونم پیداش کنم. این مسیح علی نژاد چرا نمیای ایران، سمجه و ترامپ امروز به من زنگ میزنه رو گفتم. راجع به ترامپ برید حتما نیویورک تایم دیروز رو نگاه کنید، هم روی اینترنت هست هم روی یوتیوب هست هم رو خود وبسایت اونها. 100,000 پیج رو آوردن، یک سال و نیم رفتن خوندن و نیرو گذاشتن. بعد تازه من دیشب فهمیدم که این کریس کومو هم یه برنامه تلویزیونی چند سال پیش رفته دنبال ترامپ گند خودش و باباش و اینا رو در بیاره. ترامپ آمده اینو سو کرده، پدر مادرش سو کرده، تهدیدش کرده. آقا ترامپ همین الان ها. همین الان آقای رضا سلامی برای من نشته آقای سوربی اینجوری به این حرف نزن، میبرن گوانتامو. گفتم نگاه کن آقای سلامی، شد خودت که طرفداری ترامپی قبول داری این گنگستره، این سیستمش دیکتاتوریه. ولی آخرین باری که من آمریکا رو چک کردم آمریکا آزادی بود. گفتم این خانم ایوان پری برای طرف نوشته بود آقا اینجا هم که سوربی آزاد باد باشه حرف بزنه، تو یه مجاهد عقب افتاده یا تو شاه اللهی عقب افتاده میای میخوای ساکتش کنی؟ خب بابا کار خرابه، کار خرابه. این مله ها امشب مردن همشون، یه مرگی اومد به نام وبای آخوندی، همه اینا مردن. فردا کدوم یک از این پدر سوخته ها بلند میشه بره ایران؟ رضا پهلوی خونه پتومکشو که از اونجا مشرف به واشنگتن همه رودخونه رو میبینه و اینا بلند میشه بره ایران؟ زهی خیال باطل. آقا اینا ایران مال خودشون بود، بلند میشدن میرفتن سوئیس، بلند میشدن میرفتن فرانسه، سه ماه فلان، همین الان پیداش نیست. آقای دادرس امروز نوشته بود اینا یه مدتی میرن تابستون میرن جنوب فرانسه، زمستون میرن سوئیس، بهار میرن فلان جا، نمیدونم فلان میرن فلان جا. خب اینم شد زندگی اینا. بذارید من ببینم این ویدیو رو میتونم پیدا کنم. اتفاقا برای این آقا نوشتم که من تو برنامه ویدیوی شما رو نشون میدم. خیلی هم تشکر کرد. گفتم آقا زود تشکر نکن چون من چیزی میگم که امیدوارم شما دلخور نشی. نگاه کنید، حتما یه عکسی دیدید که یه آقایی رفته روی این چیزای برق، باکسای برق وایساده. اینا وقتا باکس مخابرات بود، باکس برق نبود. حالا باکس برق بالای چهار چیزا بود، بین دو تا ستون میذاشتن، ترانسفورمر اونجا بود، فیوزا هم اونجا بود، حالا شاید سیم کشی عوض شد. ولی میره بالای این باکس یا بالای این جعبه وایساده،
حالا اون خانم روسریشو در آورده اینها، این آقا چون روسری نداشته دو تا پرچم یا هر چی گرفته دستش، حرف خودش رو پرچم نوشته. خیلی هم بهش حمله کردن، آقا دیگه تو بیا پایین، زنا از شما بهترن، حالا دیگه شما میخوان ادای زنا رو در بیارید. اینا بمانه تو کشوری که اونجوریه، تو کشوری که طرف پلاکارد میگیره دستش تو خیابون راه میره، حالا یا دلار گرون شده یا نمیدونم بانک پولش خورده یا اصلا میگه آخوندا و اینها دزدن و فلان بیسار. حالا ببینید رهبر جدید، هی نگید ما رهبر نداریم، این سربی مزخرف میگه. میدونید وقتی چیز شد گفته بودن که هر کدام از شما یک رسانه هستید، موقعی که این انقلابای سبز عربی آمده بود و مثلا مصر و اینا، اون پسره با یه لپتاپ، با یه آیپاد، با یه لپتاپ هم نه، اون چی بهش میگن، لوحه، تبلت، با یه تبلت وایساده بود مثلا از تو میدان تحریر، میدان آزادی فلان انقلاب کرد. میگفتن هر کدام از شما یک رسانه هستین. حالا ما رضا پهلوی و مریم مرده و نمیدونم رجبی مرحوم و اینا لازم نداریم، هر کدام از اینا ماشاءالله یک رهبرن. آقای زرابی به دقت نگاه کن ببین اینا کجا هستن. نگاه کنید این آقا درود بر همیانانم، همیهن برخیز بلند شو، امروز رانندگان کامیون در اعتصابن به خاطر من و تو، زندانیان در زندانن به خاطر من و تو. بس دیگه، تا کی از بدبختیاتون فیلم بگیرین برای تلویزیون من و تو و بی بی سی میفرستین؟ چه دردی از شما دوا میکنه؟ خود احمقش به دیگران میگه تا کی فیلم بگیرین؟ اقلا اونا یه درد مشترکی رو دارن نشون میدن. تو نشستی توی اتاق خودت، ببخشید من چون چت باز بودم اینو بهتون بگم، وقتی شما میرین چت باز، چت باز میشین، اینقدر از این برج و اینا میپرونتون، خیلی ترسناکه. میگم که اینقدر ما رو از برج پروندن، وقتی رفتیم از هواپیما پریدیم گفتیم آقا این که چیزی نبود، چرا همون روز اول ما رو هل ندادید از این بیرون؟ بعد به شوخی میگفتن که وقتی از هواپیما میپری به خاطر دو تا چی، یکی فشار هوا که 30,000 تا نه 12,000 فوتی مسکه میپری، ببخشید اینو میگم، میگفتن بیزه هاتون پاپیون میشه میاد اینجا تو. بعد به شوخی بچه ها وقتی چتشون باز میشد اینجوری دست میزدن، میگفت که نه پاپیون نشد. حالا آقا واقعا از خودت خجالت نمیکشی؟ اینجا این کلمه دیگنیتیه، چی بهش میگم، شرف، غیرت، از خودت خجالت نمیکشی؟ خانمه که همه ایران میشناسنش اومده اینجوری نشسته جلو دوربین داره پیام میده، اون دخترای جوان تو خیابون اونجوری در میافتن با این گشت ارشاد، تو مردک که حالا تازه معلوم هم نیست ترکیه هستی، سوئیس هست، سوئد هستی، چون لابد اونجا حقوق میگیری میخوای برگردی هم بری ایران، بیای اومدی عینک زدی، کلا گذاشتی سرت، ماسک هم کشیدی، خب مردک مگه مجبوری صورتتو نشون بدی؟ حرف میزدی مثل این آقای پاشایی هم یه گلوله مینداختی تو دهنت که صدات هم کسی نشناسه. برو آقا دنبال کارت، برو خجالت بکش. عده ایرانی فکر میکنن که مثلا گلوبالیست ها جهان را برای خود و چند کشور پیشرفته و شرکت های غول‌پیکر بین آلمانی میخواهن، بین المللی میخواهن، و چون ترامپ گلوبالیست نیست پس انسان خوبی است، ولی درک نمی کند که ترامپ خود را محقق می داند که همه چیز را برای خود و مثلا آمریکا می خواهد و خود و آمریکا، که دروغ است، ترامپ فقط فکر خودش و گروه خودش هست. گنگستر، گنگستر یعنی چی؟ گنگ این گروه ها، گنگستر هم اون سردسته شونه دیگه، اینا گنگن. و تعجب می کنم چون ما هرچی میگیم، میگیم بیس، میگیم بی سوادا و بیچاره های آمریکا دنبال ترامپ هست. و یه دفعه میبینی آقای رضا سلامی صبح تا عصر داره تبلیغ میکنه برای ترامپ، بعد هم من میگه تو نمیدونی، من از پشت پرده میدونم. آقا حالا من نمیخوام چون شیرازی هستی به در بیفتم، شما از زندگی خودت خبر نداری. بله بریم، این دوستمون از خلیج فارس لطف کرده پیغام فرستاده، خیلی مرتب عکس‌ها رو فرستاده، منم دیروز نشستم این برنامه ها رو درست کردم،
و یه ویدیوی نسبتا خوبی ساختیم. شماره تلفن هم گذاشتیم، هم اول ویدیو هم آخر ویدیو، اگه خواستید تماس بگیرید پیام بذارید. اسم برنامه‌ش هم هست عقل بشر چی؟ شماره 70. 70 هفته هست، شاید هم بیشتر. چرا بیشتر؟ چون بعضی هفته ها ما مشکلی بوده، برنامه نداشتیم و اینها، به این دوستمون هم گفتیم که این هفته برنامه نداریم. پس ایشون بیش از 70 هفته، یعنی یک سال و تقریبا 3 ماه، بیشتر نه، به یک سال 3 ماه بیشتر میشه، حالا دیگه خودتو میدونی دیگه 70 هفته چقدر، هر 13 هفته میشه یک فصل یا یک 3 ماه. خب ساعت 2:59 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکاست، به وقت نیویورک، با هم ببینیم و بشنویم، برنامه رو ادامه میدیم. سلام بر مشتاقان و همراهان سفر به حج و آرزومندان اضافه کننده لقب حاجی برنامه‌شون. به گفتارهای قبل پیرامون شناختن مقصد ادامه میدم. با دیدن عکس‌ها و شرحشان تغییرهای بنیادی شهر مکه را بهتر بشناسید. عکس 1. برای یادآوری این عکس را دوباره ببینید. این عکس طرح نقشه تغییرهای نوین نقاشی شده توسط مهندسین خارجی را نشان می‌دهد. مسجد الحرام وسط صحنش کعبه را در بر گرفته. یک قرن پیش بنا بر پیشبینی برنامه‌ریزان آن زمان، در میان کوه‌ها مساحت مسجد به این شکل و اندازه مناسب تشخیص داده شد. عکس 2. توسعه‌ها را ساختند و به مدت چند دهه به همین شکل باقی ماند. در خیال طرح کنندگان آن دوران توسعه بیشتری نمی گنجید. به علت وسایل نقلیه و دشواری سفر به عربستان کسی تصور نمی کرد این مسجد مقدس تا مدت درازی به توسعه دیگری نیاز داشته باشد. عکس 3. مقام های مقدس به جای خود باقی ماندند. مقام در عربی معنی اقامتگاه می دهد. برای مقدس ساختن جایی که شخصیت دینی در آن اقامت کرده، ساختن بر آن بنایی و با گذشت زمان و تکرار افسانه ها مقدسش کرده اند. یکی از این مقام ها در شمال افغانستان قرار دارد و آن را به اقامتگاه امام علی نسبت دادند. امام اول شیعیان دورتر از کوفه به مشرق زمین هرگز پا نگذاشت. با این حال مردم پایبند معتقداتشان هستند. حقیقت و واقع بینی در این بیشعوری جایی ندارند. عکس 4. شلوغی و افزایش جمعیت در اطراف کعبه به اندازه‌ای رسید که گسترش مسجد الحرام را ضروری می ساخت. این عکس و تعداد حجاج هنگام طواف را به یاد بسپارید. طواف معنیش چرخیدن است، همانطور که در فارسی می گوییم دورت بگردم، مقابلش در عربی عطف حوالیک می باشد که فعل طواف یعنی چرخیدن یا دور زدن را می رساند. عکس 5. در این عکس نمازگزاران حلقه زده اطراف کعبه دیده می شوند. مقام های مقدس هنوز برپا بودند. ساختمان مقام ها موجب برهم زدن تنظیم صف گرد شکل نمازگزاران و دیگر مراسم مانند طواف می شد. این یکی از علل منهدم کردن آنهاست. عکس 6. این عکس قدیمتر و از سوی دیگر گرفته شده. یک روز معمولی در مسجد الحرام را نشان می دهد. در سمت چپ عکس سرپوش و یا سقف ساخته شده بر چاه زمزم را می بینید. حد اکثر شلوغی و افزایش جمعیت در روزهای برگزاری مراسم حج اتفاق می افتد. این همان روزهایی است که می باید میلیون ها جمعیت در یک روز در مسجد الحرام جمع شوند. عکس 7. این عکس 10 سال پیش از بام مسجد الحرام گرفته شده. هنگام نماز مغرب و عشاء در روزهای حج که شب است و گرمی هوا قابل تحمل، همه حجاج برای انجام این واجب نماز در مسجد الحرام جمع می شوند. نه فقط صحن، بلکه همه مساحت های ساختمان و رواق مسجد در 4 طبقه پر از نمازگزار است. دیر رسیدن موجب نیافتن جا برای نمازگزار می شوند. عکس 8. این عکس نمازگزاران شب را نشان می دهد که به علت خنکی هوا اغلب در مسجد الحرام نماز برمی گذارند. در سمت چپ عکس نمازگزاران را در خارج از مسجد الحرام می‌بینید.
این توسعه ها از سال 1970 آغاز شده و تا حال ادامه دارد. بالا رفتن نرخ نفت موجب شد که تعداد حجاج افزایش یابند، به خصوص از کشورهای نفتخیزی مانند ایران و عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس و یمن. در قرآن درباره حج یک شرط هست و آن را بر مسلمانان متمکن واجب نموده است. این تمکن با افزایش درآمدها به تعداد بسیاری افزایش یافت. اکنون از داخل و خارج از عربستان نزدیک به 3 میلیون شخص سالانه به حج می روند. عکس 9، شلوغی مسجد الحرام را می بینید. تعداد نمازگزاران در این عکس نیمی از حجاج را نشان می دهد. بقیه هنوز در مدینه هستند، به مکه نرسیدند یا به عللی در مسجد الحرام نماز نمی خوانند. بزرگترین جمعیت در بامداد عید قربان در مسجد جمع شده و همه حجاج در یک وقت نماز صبح عید می خوانند. به سختی در آن روز می توان جای کافی را برای نماز به دست آورد. تعداد نمازگزاران امسال به بیش از 3 میلیون نفر رسید. حجاج ایرانی با بیشترین تعداد 750 هزار تن بودند. عکس 10، این عکس مساحت بیشتری از مسجد الحرام و اطرافش را نشان می دهد. ملاحظه فرمایید همه مساحت‌های اطراف مسجد به جای نماز مبدل شدند. با فرش کردن سنگ‌های دو رنگ بر روی زمین سمت قبله را به نمازگزاران نشان دادند. از 40 سال پیش و تا کنون هر ملاک و یا سرمایه‌داری که خواهان ساخت هتل در اطراف مسجد الحرام است، پروانه ساختمانش با صلاحیت فقط 10 سال صادر می شود. این ساختمان ها همواره منهدم می شوند. مساحتشان در آغاز به زمین نماز مبدل می شود، بعدن در چند طبقه چون بخشی به مسجد الحرام زمینی می شود. بزرگ کردن مسجد الحرام هرگز متوقف نشده و هنوز ادامه دارد. برای برنامه توسعه هرگز پایانی در نظر نگرفتند. برنامه‌های وسیعی طرح شده و همواره با تجدید نظر در حال اجرا می باشد. اهمیت این پروژه ها به علت درآمد سرشار این مراسم است که پس از نفت دومین می باشد. عکس 11، در این عکس منظره دیگری از شلوغی و جمعیت نمازگزار را می بینید. ملاحظه فرمایید همه زمین هایی که از خراب کردن ساختمان ها به مساحت مسجد اضافه شده اند پر از جمعیت است. در سمت راست یکی از پلها را میبینید. وارد شدگان به مسجد را به طبقه های بالا میبرند. در قسمت بالای سمت راست ساختمان هایی دیده میشوند که بر بالای کوه قرار دارند. لطفاً خوب به این ساختمان ها نگاه کنید. عکس 12، در این عکس بر دو قسمت خط رنگی کشیده شده. خط سبز صفا و مروه را نشان میدهد. شرح این بخش در گفتار انجام مراسم حج خواهد آمد. میان رنگ زرد کاخ‌ها و خانه‌های سلطنتی را می‌بینید. شاهزاده‌های سعودی و مهمان‌هایشان هنگام مراسم حج و عمره در آن اقامت می‌کنند. معمولاً پادشاه و شاهزاده‌ها و مهمان‌هایشان در سالن بزرگی که شیشه‌های بزرگش مسجد را به خوبی نشان می‌دهد، نماز عید قربان را در آنجا به جا می‌آورند. برای رسیدن به این کاخ راه مخصوص ساختند که بالای کوه را به خیابان‌های اطراف وصل می‌کند. همه مساحت‌های اطراف مسجد الحرام برای اضافه شدن به آن مورد استفاده قرار گرفتند، به جز این کوه که از طرفی مرتفع و از طرف دیگر اقامتگاه خانواده سلطنتی است. همانند این کاخ در همه اقامتگاه‌های حج چنین ساختمان‌هایی برای خانواده سلطنتی و مهمانهانشان از شخصیت‌های مهم خارجی ساخته شده است. عکس 13، این عکس از فضا برداشته شده. به قسمت دست چپ عکس دقت فرمایید. کوه کاخ سلطنتی و راه رسیدن به آن واضح است. ارتفاع بسیار آن را ملاحظه بفرمایید. مساحت‌های زمین‌های نمازگذاری اطراف مسجد هم دیده می‌شود. عکس 14، همان عکس قبلی است. قسمت‌های خط رنگی اطرافشان کشیده شده. کعبه که در وسط صحنه مسجد الحرام قرار دارد در اطرافش خط آبی کشیده شده. صفا و مروه با خط سرخ مشخص است. زمین نمازگذاری حاصل خراب کردن ساختمان‌های اطراف مسجد با خط زرد.
با خط زرد رنگ مشخص شده. این مساحت زمین نمازگذاری در 10 سال پیش بود، اکنون افزون گشته و در عکس‌های بعد خواهید دید. اقامتگاه سلطنتی با 2 رنگ سرخ و سبز مشخص گشتند. عکس 15، عکس دیگری از شلوغی هنگام نمازگذاری در بخش راست بالا نمای اقامتگاه سلطنتی را می‌بینید که از پشت شیشه هایش به خوبی و در آرامش دور از شلوغی می‌توانند مسجد الحرام را دیده و نماز برگزارند. بخش‌هایی از زمین‌های اضافه شده به مساحت مسجد در این عکس دیده می‌شوند. عکس 16، در این عکس اقامتگاه سلطنتی با رنگ زرد و صفا و مروه با رنگ سبز مشخص شدند. عکس 17، جمعیت انبوه نمازگزار درون و برون مسجد الحرام را پر کردند. جا دادن به این همه انسان برای انجام واجب‌های دینی در مدتی کوتاه، نقل و انتقال و تهیه همه وسایل زندگیشان در یک جا کار ساده و آسانی نیست. همیشه یکی از شاهزادگان ریاست اداره حج را بر عهده داشته، با گذشت زمان و افزودن تجربه این مراسم حج را اداره می کنند. با این کاردانی و پیشگیری بسیار، بحرانهای ناگهانی این مراسم را در سالهای خراب و خونین کرده است. عکس 18، این همان عکس قبلی است که صفا و مروه با رنگ سبز زمین‌های اضافه شده به حرم مکه یا مسجد الحرام با رنگ زرد مشخص شده است. عکس 19، مکه اگر مهمترین شهر دنیا نباشد، حتما یکی از مهمترین شهرهای دنیاست. این اهمیت به علت مقدس بودنش از سوی 1.5 میلیارد مسلمان است. مسلمانان برای رفتن به این شهر و ادای مراسم حج مشقت این سفر را تحمل و به آن افتخار می کنند. این عکس از بالاترین نقطه ساختمان این شهر، یعنی برج ساعت، برداشته شده. همه مسجد الحرام و اطرافش در یک جا دیده می شوند و تصوری کامل از مقصد کاروانمان را می بینید. عکس 20، برج ساعت مکه پس از 4 سال طرح و ساخت 9 سال پیش به کار افتاد. بزرگترین ساعت دنیا از فلزهایی با آلیاژ مخصوص ساخته شد که 300 سال عمر کند. وزنش 36,000 تن است. 4 صفحه هر یک به قطر 43 متر وقت دقیق را نشان می دهند. این ساعت بالا رفت و ارتفاع برج به 607 متر رسید. با روشنایی چراغ‌های مخصوصی که برای آن طرح کرده اند از 8 کیلومتری ساعت دیده می شود. از آن چون مناره هم استفاده می شود. بلندگوهای بالای برج اذان نماز مسجد الحرام را پخش می کند. صدای اذان به 7 کیلومتری می رسد. این ساعت بر برجی که هتل است و ساختمان‌های بلند اطرافش هم هتل هستند، توسط چند شرکت آلمانی طرح و ساخته شدند. ارتفاع ساختمان بتونی زیر ساعت 450 متر است. برج آهنی که بر آن اضافه شد 150 متر ارتفاع و 120 هزار تن وزن دارد. یکی از دشوارترین کارهای ساختمانی نوین است. 200 تن متخصص خارجی قطعات فلزی این برج را که برخی از آن 18 تن وزن داشت، با دقت میلیمتری ساخته و به این ارتفاع بالا بردند. نمایی بنا کردند که بر ساختمان نصب و در برابر طوفان، باد و شن مقاومت و برای همیشه بماند. این ساعت برای تأسیس وقت اسلامی بنا شد. در مقایسه با ساعت معروف بیگ بن، صفحه 35 بار بزرگتر می باشد. ارتفاع ساعت بیگ بن 93 متر و وزنش 13 تن است. از سال گذشته و تا سال 2020 بیگ بن برای تعمیر از کار ایستاده. ساخت و نصب و اداره چنین دستگاهی که می باید معتبر باشد آسان نیست. یک سازمان تأسیس شد که مراقبت از دقت کار این ساعت در مکه را به عهده دارد. در گفتار شهر مدینه گفتم بنابر توصیه پیامبر و آنچه در قرآن آمده، نباید غیر مسلمانان به این شهر نزدیک شوند. خارجیان با تلفظ عبارت شهادت
مسلمانان را شناخته، مسلمان شناخته شده و به شهر و همچنین داخل مسجد حرام رفته و کار خود را می انجامند. چون با برنامه های دقیق و محدودیت وقت کار می کنند، ساخت پروژه ها سریع انجام می گیرند. هر گونه مشکل قبل از وقوع با همکاری همه دستگاه ها خونسا می شوند. عکس 21. برج ساعت از نزدیک عکس برداری شده. از پنجره های آن همه شهر مکه دیده می شوند. اتاق هتل این برج و برج های اطراف در مراسم حج به حجاج ثروتمند که خواهان انجام مراسم حج با بهره گیری از آسایش 5 ستاره هستند با مبلغ های چندین هزار دلار در شب کرایه داده می شوند. در روزهای دیگر که حجاجی سوی مکه نمی روند، کرایه اتاق بسیار ارزان تر از هتل های مشابه در غرب است. همراهان کاروان تلویزیون مردم با پرداخت چندرغاز و عدم حمایت نباید انتظار داشته باشند که اقامت ما در این هتل باشد. عکس 22. برج ساعت و محیط اطرافش را می‌بینید. این عکس را با آن عکس نخستین مقایسه کنید. این یک نمونه از تغییر انسان و پیشرفتش می‌باشد که هرگز متوقف نمی‌شود. هیچ نیروی نمی‌تواند تغییر انسان را ایست کند. کندیش ممکن است اما هرگز نخواهد ایستاد. این حقیقت را حکمرانان درک نکردند که این تغییرها همراه با تغییر اندیشه و روش و معیارها صورت می‌گیرد. همه زورگویان می‌خواهند انسان تغییر یافته امروز و دیگر شده فردا را بنابر روش‌های گذشته زیر دست نگه دارند. عکس 23. این عکس مراسم طواف یعنی چرخش در اطراف کعبه را با سرعت کم نشان می‌دهد. با عکسی که از 50 سال پیش نشان داده شد مقایسه و به اندیشید. چگونه این همه مسلمان رفته به مکه می توانند در روز عید آخرین طواف را در اطراف کعبه انجام دهند بدون اینکه مشکلی پیدا شود؟ شرحش موکول به گفتارهای آینده. عکس 24. برای حل مشکل‌های حج که اغلب به علت افزایش تعداد حجاج پدید می‌آید و برای آسان‌تر کردن این مراسم برنامه ریزی و طرح نقشه‌ها متوقف نشده‌اند. یک شرکت آلمانی طرح ساخت راهروهایی را پیشنهاد کرد که حلقه‌وار در اطراف کعبه ساخته شود. این اضافه در خارج تهیه و در مدت کوتاهی سوار می‌شود. یک دانشجوی عربستانی پیشنهاد کرد این راهروها با شیب ساخته شود. حجاج از بالا به پایین آمده و در طبقه‌های پایین به زمین برسند. طرح دیگری سقف متحرک را پیشنهاد کرده که همه مسجد حرام را در روز بپوشاند. این طرح‌ها اینقدر بنیادی شده که خراب کردن همه مسجد و ساخت یک مسجد بسیار بزرگ جدید نیز پیشنهاد و مورد مطالعه است. امیدوارم بینندگان ارجمند با این گفتارها از جغرافیا و اوضاع مقصد سفر حج ما مطلع شده باشند. بدانند کجا می روند، چگونه جایی است. این آمادگی ریشه کاروان حج تلویزیون مردم می باشد. هیچ کدام از حجاج این امور را نمی دانند. با ندانستن به حج می روند و باز می گردند. ایران تنها کشوری است که به حجاج مراسم دینی حج را آموزش می دهد. اما درباره تاریخ و پیشرفت و چگونگی آن و جایی که می روند چیزی یادشان نمی دهد. اگر شما از آنان هستید که می پرسید این گفتارها به چه درد می خورد، بدانید که تهیه کننده این گفتارها یک بیمار مبتلا به چچچه است. قبل از مسافرت به هر جایی درباره آن مطالعه می کند. نقشه شهر و کشور را تهیه و هنگام مسافرت با دیدن و شنیدن به تجربه اطلاعات خود می افزاید. با آمیختن با مردم مقصد چند عبارت لطیف از زبان خارجی را فرا می گیرد. سفر بدون شناخت مقصد و اوضاع و احوالش و تنها برای خرید و بازگشت بدون آموختن و فقط برای پوز دادن تجربه ای به بار نمی آورد و بر مغز خارج از توان انسان شعوری نمی افزاید. شادی و تندرستی شما آرزویم است. خوش باشید. خب خیلی ممنون، خوشحالم که این دوستمون پاسخ آقای کاووسی رو داد. اگر آقای کاووسی یکم صبر میکرد تا به اصطلاح پایان این برنامه و یه
مدت گفتم کابوسی عوض شده بود و هر چیزی رو میخواست بگه خودش هم میابرد داخل، ولی دوباره نوشته که کارتون خیلی خرابه. آقا وقتی یکی میگه کارمون خیلی خرابه، شما بهش بگی کارتون خیلی خرابه، نشون میده که یه چیزی رانگ با شما، چون اون که خودش داره میگه، میگه آقا ما کارمون خیلی خرابه. تو این آمریکا آقای کاووسی یه عده سمینار میذارن، هتل میگیرن، استخدام میکنن بریم فیلم برداری کنیم. اینا باور دارن کره زمین صافه، نه هیچ که بهشون میگه کارتون خیلی خرابه، نه فوششون میدن، نه میگن اینا تو اینترنت هست، میرن برنامه انجام. دوست داری شما میری پول هتل میدی، پول تیکت میدی، دوست نداری میری اونور. آقا من نمیدونم شما چیو میخوای ثابت کنی. شما تمام این مدتی که در تلویزیون‌های مختلف راجع به ماشین صحبت کردی، یه چیزی بود که خودت بنیادش گذاشته بودی، یه چیزیه اینا درست کردن، فیلمای بهتری هم اتفاقا اون علی رو شما میشناسی، اون دوست آقای کشاورزی، یه دفعه صدای من زد گفت آقا دوربینتم بیار پولتم میدیم. ما گفتم والله ما هر وقت برای مجاهده کار کردیم پولمون ندادن، حالا شما میخوای پول بدی خب بفرمایید چیه. گفت بیا یه انجین اینجا شستم تمیز کردم تیکی تیکی کردم رو میز، بیا ازش فیلم بگی. گفتم ببین من میتونم بیام 500 دلارم ازت بگیرم بزنم تو جیبم، بعدم به ریشت بخندم، یا بعد برم عکس‌ها رو عوض کنم بگم این یاتاقانی که تو گذاشته بودی اینجا نور کم بود یا نور افتاده بود روش، نور منعکس میشد، از تو اینترنت داشتم. همه اینا تو اینترنت هست. آخه این چیه که شما می‌نویسی آقا این همه هم آقا اینها همه تو اینترنته، کارتون خیلی خرابه. دوستان عزیز خیلی متشکرم از سعید که بالاخره بعد از 20 سال فکر کنم این منو می‌بینه تو تلویزیون و 30 سال 30 خورده سال من می‌شناسمش دیگه، از موقعی که شما اون شبی که برای خانم شهلا سرشار و فرید فرجاد بود، کی بود همه بندای ویالونش پاره شد، من از اون شب شما رو می‌شناسم. اون موقع شما هنوز من نمی‌شناختم، ولی 20 سال شما منو می‌شناسید. آقا مگه ما چیز جدیدی داریم بگیم؟ اگه چیزی داریم یکی از کتابه، اگه چیزی داریم یکی از شما مثلا دیشب شنیدم، اگه چیزی داریم یکی از محمد علی پریشب شنیدم، چیز جدید اگه داشته باشی که شما میشی کاشف، بیا مخترع. تازه کاشف هم جدید نیست، کاشف پیداش کرده فقط. شما اگر امروز جدول مندلیوف رو برداری بری کباب بازار، به جای جدول با فیروز بشینی حل کنی، یه چیزی رو یه آیتمش رو پیدا کنی، کشفش کردی، اختراعش که نکردی که. حالا اینجا باز هست، شما چیزی اختراع میکنی بیا جلو نشون بده، ما این چشون از چشون خوشا. آقا این بنده خدا میشینه با سنش که هم از من بالاتر هم از شما بالاتره، اینا رو پیدا میکنه با یه ذوقی با یه شوقی اینا رو میفرسته، منم میچسبونم به هم، نشونت میدیم، نگاه نمیخوای بکنی برو آهنگی رو که دختری داره لخت میرقصه نگاه کن تا برگردی. اصلا آدم اعصابش خورد میشه. دکتر رضا سلامی هم باور دارن زمین صاف است، ممکنه باور کن. امروز براش نوشتم آقا رضا من دیگه واقعا دیساپوینتد شدم، ولی خب خوبه دوستای ما رو نسبی نگه میدارن. مثلا دیساپوینتد میشی از کاووسی، یه دفعه میرسی به رضا سلامی میگی بابا بازم صد رحمت به کاووسی، حداقل میشه باهاش بشینی، آبجو هم نمیخوره. اینا همشون اشکالشون اینه که آبجو نمیخوره. همین ترامپ دیوانه ببین، البته الله از روز که این قاضی اومده اینجوری راجع به الکل و آبجو و اینا صحبت شده، اسم آبجو خورار هم بد کردیم، مردی که الکلیه. بعد ترامپ میگه من آبجو هیچ وقت نمیخورم. تصور کنید من اگر آبجو میخوردم چه آدمی میشدم. همه گفتن آقا میتونیم تصور کنیم، تو مثل که همین الان هم داری الکل میخوری این کارها رو انجام میدی. در هر صورت منتظر باشید به زودی ترامپ، امیدوارم واقعا این انتخابات میان دوره‌ای گندشو بالا بیاره، امیدوارم دموکرات‌ها یک کمی حرکت از خودشون نشون بدن، غیرت داشته باشن و یک کاری انجام بدن، چون این مملکت اصلا داره میره به طرفی که من دیگه فکر نمی‌کنم هیچ کسی هیچ احترامی برای این مملکت قائل باشه. دادگاه لاهه اعلام کرده که آقا ایران برنده شده، آقای آمریکا برد باخته، اون برنده شده این برده، اون برنده شده این باخته. مردی که میاد یه چیز دیگر رو عنوان میکنه اصلا چی نمی‌کنه. از دیروز تا حالا که این گند نیویورک تایم و مالیات و پول و داراییش و اینها در اومده و این دروغایی که من یه آدم خودساخته هستم، تازه همون موقع میگفتن آقا چه آدم خودساخته هستی، تازه میگی بابام یه میلیون که دروغ گفته بوده،
یه میلیون به هم داده، من این کاری کردم. هر کدوم از ما اگه یه میلیون میدادن ممکن بود اینجا الان یه پخی شده بودیم. و I really don't understand که از این کسا طرفدار ترامپ هم بعد آمده میگه که از دیروز تا حالا بند کرده به این زنه که بدبخت اومده فاجعه‌ای که برای 36 سال پیش تو جوانی اتفاق افتاده برای زندگیش اثر گذاشته، اینو داره میگه. میگه این زنه که بی خود حرف میزنه. حالا هفته پیش دیدید آقای مرتضوی هم دوشنبه گفت که ترامپ وقتی حرفای این خانمو گوش داده گفتی که بابا این که خیلی خانم به اصطلاح باور کردنی و فلان اینا، ولی این دیوونن این اختلاط مغزی داره. یه دقیقه اینجوریه یه دقیقه اونجوریه. همش هم که میخواد این قاضیه رو بیاره برای اینه که میدونه شلوارش گوییه، پس فردا اگه خواستن بگیرنش این قاضیه میگه فعلا این تو کاخ سفید بوده، ولش کنید با همین شلواره باشه تا بعدن بیاریم بندازیمش نمیدونم کنار جاده خوش بشه و فلان اینا. تبلیغ مهاجرت ایرانیان با 30 میلیون تومان، این همونی که گفتم امید دانا در مورد صحبت میکرد. عکس ایران آیتمز، نمیدونم این چیه، من نشون بدم. ایران آیتمز، خب آها این درست برمیگرده به همه این صحبتایی که من گفتم، البته به شرطی که آقای کابوسی نگه آقا اینم که تو اینترنت. خب آقا تو اینترنت بود، یکی برای من فرستاد، من دیدم درست میگه، گرفتم گذاشتمش اینجا. همین کاری که تو نمیکنی، 10 بار بهت گفتیم آقا چیزایی که از صبح تا شب میبینی به جایی که در حال رانندگی تکس کنی بزن قشنگ کنار جاده، یه چنار پیدا کن بزن به چنار، بیا بشین برای دیگرانم بگو. میگه دیگر کشورها نمیخرند تا ارزان شوند، اما میخریم، ما میخریم تا کمیاب و گران شوند. ما یا دیگر کشور، ما با دیگر کشورها خیلی خیلی متفاوتیم. آنها نمیخرند تا ارزان شود، ما میخریم تا کمیاب و گرانتر شود. 23 سال پیش اولین تحریم گرانفروشی توسط مردم کجا انجام شد؟ آلمان انجام شد. مردم آلمان به شدت مصرف شیر و لبنیات را برای سلامتی خود ضروری میدانند و حتما در روز دو تا سه لیوان شیر مصرف میکنه، اما پس از اینکه صنایع خصوصی و دولتی لبنیات کشور آلمان تصمیم به افزایش قیمت گرفتن، مردم آلمان به طور کاملا خودجوش و مردمی، نه عزیزم خودجوش هم امکان نداره باشه، یه نفر عاقل یه نفر نداریم، ما یه نفر با شعور هم نداریم. هر کدومتون شما میگید با شعوریم بیان اینجا برنامه بذارین تا 20 نفر مثل کابوسی بهتون زنگ بزنه ثابت کنه شما اصلا وجود نداری، اشتباه میکنی وجود داری. بیا این گوی این میدان، این گوی و این هم میدان. و اما ما فرزند خانواده نیستیم. نوشتم ویدیو ولی ویدیوشو نمیدونم کجا گذاشتم، خدایا ما چه کار کنیم. تکس الان سارا سندرز گفت ترامپ از اونجایی که به دست ترامپ از اونجایی که دست به خاک میزنه طلا میشده اینطور ثروتمند شده. خب ببین شما وقتی این دختر این مردک دیوانه حاکبی روانی رو توی کاخ سفید به عنوان سخنگو یا دروغگوی کاخ سفید میذارن، معلومه اینو میگه. طرف میگه آقا جان اینها این کاغذها این اعداد یا ارقام، میدونید که حتی حسابدار پدر ترامپ و حسابدار خود ترامپ از ترس زندان الان داره با بازرسی ویژه، نه اون بازرسی شاهنشاهی ها، با بازرسی ویژه داره کار میکنه. احتمالا یه سری هم اون بهشون گفته که اینا پولا رو چی کار جا به جا میکنن، میچرخونن، از این اتاق میره بیرون، از اون اتاق که میاد مالیات نمیدن. اون وقت این حاکبی سندرز حقوقش هم از من و شما میگیره، وای میسه اونجا میگه ترامپ به هرچی دست میزنه طلا میشه، امیدوارم دست بزنه به تو آشغال طلا بشی مثل مجسمه، خفه بشی خوش بشی اونجا. فعلا در اون همون قدیمیاش مانده ایم، چیزهای جدید پیشکش. بله به کی هستی آقای اکبری؟ فعلا درون همون قدیمیاش مانده ایم، چیزهای جدید پیشکش. خب حالا سعید کاووسی پرید وسط حرف نیزش. خیلی ممنونم. این دوستم من سوال کرده بودم آقا مقام یعنی چی؟ شما هم میگی مقامای پشت، ایشون میگه مقام معنیش یعنی اقامتگاه، که هم کلمه عربیه هم ما هم ازش استفاده میکنیم. وقتی میگن فلانی مقام بالایی داره یعنی اقامتش جای بالایی است. و خندیدم اونجایی که گفت که البته
بینندگان تلویزیون مردم و کارکنان و گزارشگرای تلویزیون مردم نمیتونن در اون هتل‌های چند ستاره‌ای باشن، اب نداره. مال ما ابری ستاره نیست، در هتل‌های بی ستاره یا مسافرخونه‌های لاله‌زار به سر می‌بریم. ولی 607 متر واقعا خیلی خیلی، حالا ما همش اینجا عادت کردیم به فوت، 607 متر ارتفاعش 400 خورده، مطمئنید این فوت نیست؟ یکی بزنه این برج ساعت چیز چند متره. ولی یه چیز خنده‌دار بود اون طرحی که برای اینکه همه این حجاج بتونن اون روز آخر دوره اونجا دور بزنن، گویا یه طرح آلمانی بوده که اینو به صورت شیب بسازن که وقتی طرف راه میره، دیدید این رمپای هندیکپا یا فلجا هم یه شیب کمی داره که حالا چند درجه هست نمیدونم، میاد ضمن اینکه نه اینجوری باشه ولش کنی از اون بالا بره دیگه نتونی بگیریش، ولی وقتی میای بدون که متوجه بشی میرسی پایین. من گفتم حالا به جای این بازیای تو چی بود، شهر خرم بود یا اینجا مثلا سیکس فلگ و اینا هست، آب میریزن از اون بالا شما میری میپری تو آب تو سرسره میارتت پایین، حجم اینجوری کنن. حتما اون جوکر شنیده بودی که طرف برمیگرده ایران میبینن مادر پیر یه نصف بطر مشروب ویسکی تو کیفشه، اون پاسداره بهش میگه که ننه جون این چیه، تو میدونی اینو از مکه برداشتی آوردی اینجا؟ میگه بله میدونم، من پام درد میکنه، به جای اینکه 7 دور این را برم اونجا بهم گفتن از این یه استکان بخور، میخوردم اون 7 دور من میچرخید. مال بحث قبلیه. چه بحثی؟ بحث مکه و حج و این همه. و دیدید بیشترین هنوز از ایران میرن، باورتون میشه؟ با همه اختلافا وقتی این آخوندا میگن باز اون ذات اصلیشون رو از دست نمیدن و اینها، مثلا ترامپ میاد میگه که این بچه پادشاه عربستان 2 هفته بدون ما نمیتونه حکومتش نگه داره، ولی آخوندا حالا در افتادن با این آمریکا، با اونا دشمنن. خب این طرف قوی تر آمریکا دیگه با اون. البته شنیدم ظریف گفته میخوام صحبت کنم، گفتم این مردی که پریروز که اینجا بود مسابقه کرد با فرید زکریا، گفت ما هیچ جایی برای صحبت نداریم، هیچ نقطه مشترکی نداریم، شل کن سفت کن. و همینان که 40 سال نگه داشتن، همینی که دلار رو ارزون میکنه، دلار رو گرون میکنه، برجام میشه، مردم میگن آقا ما به هر کی صحبت میکنیم میگه حالا خونه رو نفروختم، گفتم ببینم نوام چی میشه، میگم انتخابات اینجا چیکار شما داره تو ایران؟ نه آقا همه زندگی ما رو اینا میچرخه، باورتون میشه؟ و آقای شجاعی نشسته با اون آقای جوونه میگه که نمیدونم، طرف بگو آقا تو چی به دانشجوها درس میدی؟ این فرمولو به من بگو. نتونست. خب بله، روز جمعه با آقای امیرحسین لادن خواهیم بود ساعت 3 بعد از ظهر، و ایشون درباره این شعاری که یه دفعه از آب میگفتن از باب بر آمدیم و برخاک شدیم، رضا شاه روحت شاد، پیدایشش چی بود؟ چرا یه دفعه رفت مثل فواره‌ای که رفت بالا اومد پایین، هیچ اثری دیگه ازش نیست، تموم شد ماجرا، چی بوده؟ سفر زن یا عروسک قدیمی ترامپ به کشورهای آفریقایی و اینها که یه هفته قرار شده بره و نباشدش. بذارید من یه چی براتون بگم. اینجا چند مدت پیش تو رادیو و تلویزیون شلوغ که آقا نمیدونم فلان شرکت همه اطلاعات شما رو از دست داده، همین چند روز پیش سر و صدا که فیسبوک نمیدونم 50 میلیون یا 500 میلیون، که بعد طرف گفت خب آقا ما که خودمون گذاشتیم رو فیسبوک، اونی که دیگه اومده هک کرده چه خری بوده که اومده فیسبوک هک کرده؟ ولی اون نمیدونه پشت اطلاعات فیسبوک شما یه سری اطلاعات شخصیه، کجا بودی، با کی، کدوم بانک بودی، فلان بیسار اینا. درست کلاک تاور این مکا 1972 فوت یا فیت 601 متر، پس درست میگن ایشون و خیلی ها ارتفاعش. حالا اینو داشته باشید. آها، این شرکتی به نام اکسپیران، یکی از این شرکت هایی که شما وقتی کردیت کارت میگیری اونا آب میخوری، میگن سوربی رو یه لیوان آب از مکدونالد خرید پولم ندار، نوشابه میخوری میگن سوربی امروز یه نوشابه خورد 1 دلار، بعد میفروشن اینو به شرکت نوشابه، شرکت نوشابه وقتی تبلیغ داره میاد میگه سوربی امروز کوکاکولای مونده رو میخوام بدیم 1 دلار، بیا بخری.
نگاه کنید این چیزایی که میاد تو سیل خیلی هاش تاریخش دم موت و دم فوته. اینه که وقتی نوشابه توی سیل میخریم گازش کمتره، به قول دوستان گفت گازش رفته فقط گوزش مونده. در هر صورت از تاریخ 8.97 دلار در ایران ارزشی نخواهد داشت. تمام معاملات با پول چین و ژاپن و یورو و فرانک انجام می شود و هر کس دلار خانگی دارد باید به بانک مرکزی برود و به قیمت 4200 تومان می خرند. خب اینم دیگه باز یکی از سیاست های همین آخوندان که اینجوری حالا مردم همینی که شما رایج کنی، من اینجا گفتم چهار تای دیگه توی مهمونی بگن، همین ترس و وحشت مردم مجبور میشن برن بفروشن. باز برمیگردیم به اون حرف اصلی، آقا شما که ایران هستی، ایران زندگی میکنی، یا باید تومن داشته باشی یا رفته باشی طلای ایران خریده باشی تو باغچت گذاشته باشی یا زیر دوشکت یا بین دیوار، میدونید دیوار قلابی درست میکنن، یه دیوار اگه هست یه دیوار دیگه درست میکنن، این متخصصش پتیکه، دیوار خونه خودش و همسایش 11 اینچ با هم فاصله داره، یعنی اگه این جلوش یه آجر بذاره بیاد بالا این 11 اینچ اصلا شما نمیفهمی که اینجا فاصله نیست، میتونه تمام اینا رو بکنه پر از طلا. درست این شرکت اکسپریان که همه اطلاعات مردم رو از دست داد و آمدن عذرخواهی کردن و اینها، حالا با پررویی تمام میگه ببین شما اگه میخوای ما یه ماه بهت مجانی میدهیم، شما بیا بگیر، ولی بعد از یه ماه ما 20 دلار چیکار کنم؟ ایدنتیتی تف. ایدنتیتی تف یعنی شما ایدنتیتی، همون کارت آیدی دیدین؟ اوکی میگن آیدی کارت، کارت اون معرف اینفورمیشناتونه، اطلاعاتتونه. اگه من مثلا بیام اداره شما، همجوری که نشستم شما میری چای میاری، تمام این چیزای کردیت کارت تو اینا رو بردارم عکس بگیرم اینها، بعد برم به اسم شما تقاضای کردیت کارت کنم، اون احمقان برای من بفرسن، من ایدنتیتی شما رو دزدیدم، من دزدی بودم که این. میگه اگه میخوای این اتفاق نیفته حالا ما این 20 دلار هم به ما بده، باورتون میشه؟ اینا از همه کار ما پول میسازن، یعنی شما تکون میخوری اینا ازت پول میسازن. اینم از ماجرای اکسپریان. و اما عکس دلار 750 تایی هم نشون دادم، عکس سانسور هم اجازه بدید من بهتون نشون بدم. بعض وقتا می نویسم بعد دیگه یادم نیست این چی بوده، مثلا این نوشتم سانسور اصلا یادم نیست که این چی بوده. آها این اتفاقا یه دوستی یادتونه قرار بود من باش مصاحبه کنم، وقتی زنگ زدم بنده خدا حاضر نبود و اگه بشه یه وقت دیگه باهاش مصاحبه میکنم. نمیدونم اینا هر کی کشیده خیلی قشنگه. میدونید که الان تو خیابونا از این دوربینا، اون وقتا میگفتن تو این فروشگاه دوربین مخفیه، الان دیگه مخفی هم نیست، علنیه. بعضی تازه از دوربینا هم که اصلا دوربین نیست علنیش میکنن که شما بترسی فکر کنی دوربینه، اگه میخوای چیزی کش بری بدوزی کار خلافی کنی سرعت بری فلان اینا نری. این هر کی این کاریکاتور رو کشیده، نقاشی رو کشیده، خیلی قشنگه، نشون میده که یه دوربین مواظبه که شما چی مینویسی، دستتو تکون میدی اونا حرکتاتو ضبط میکنن. خب این حالا یا فیلتر یا سانسور یا کنترل، هر چی که اسمشو بذاری. اینم از این. دوستان عزیز ساعت 3:36 دقیقه است، ممنون و متشکرم از شما. خب رضا سلامی، دو کلمه حرف حق چه باید کرد؟ یه ویدیویی هم آقای سلامی گذاشته اینجا، اجازه بدید من برم بهتون نشون بدم، چون بهش گفتم تو برنامه نشون میدم، اگه خواستی شما بیا نظر خودتم بگو. حالا ببینیم اینو میتونم پیدا کنم یا نه. رضا اینقدر در طی روز میاد، میگم ما هی صبح میگیم این 4 تاش نشون میدیم، بعد میشه 40 تا، بعد میشه 60 تا. اینها رضا سلامی، دو کلمه حرف حق بزنیم اینه. یک لحظه به من امان بدهید، نمیدونم چرا اینو گذاشتم US order. میدونید یه دادگاهی هست به نام دادگاه بین المللی، International Court، فکر کنم بهش هم میگن IC یه چیزی اینجوری. در صورت ترامپ اونم میخواد تعطیل کنه، چون میخواد هر کاری میکنه هیچ کسی به غیر از آمریکا نتونه یقشونو بگیره.
میگه که ترامپ ادمنستریشن is expected to challenge the court's jurisdiction in the future hearing. در نشستی که به زودی قراره انجام بشه اینا صحبت میکنن که به اصطلاح اون رو هم ماسماری کنن و تعطیل کنن. فقط همینو کم داشتیم که این گاب بزرگ بشه رئیس برنامه نشست به اصطلاح سازمان ملل. گفتم همه بچه‌هاش هم آورده. نمیدونم این دو کلمه حرف حق رو چجوری من نوشتم آقای رضا سلامی، بعدم نوشتم ویدیو، چون خود رضا سلامی الان مدت هاست که حرف درست حسابی نزده. این هم از این. اینجا هم چیز دیگه ای ندارم، شاید یه ویدیوی دیگه ای بوده بذارید ببینم. نه نمیبینم دیگه، حالا بعدن باید اینا رو کامل تر بنویسم. براتون گفتم که اندیشکده هم روی مردم تیوی هست هم روی فیسبوک هست، میتونید ببینید. اون Confession of Economic Heat من صفحه‌شو بهتون نشون بدم، شما توی گوگل اگه بزنید یا تایپ کنید Confession of Economic، آقای سعید کاوسی، بله اینم توی اینترنت هست. هیت اوکی اینه، این آقا ویدیو در چندین ویدیو هم اومده صحبت کرده. اگر وقت نوشتاری حوصله نوشتاری رو خوندن دارید بخونید، اگر نه مثل من میخواین یه کار دیگه انجام بدین ولی ویدیو نگاه کنید. ویدیو اینجوری هم معمولا نمیخواد شما نگاه کنید، فقط گوش میدی. ویدیوهاش اینجاست، Confession of an Economic Hitman. بذارید باز بیارمش. سه ببخشید اونو آف کنم. اینه. معمولا یه تبلیغ هم نشون میدن که یه دو سنت طرف بسازه، اینو میزنی میره، بعد میشینی نگاه میکنی، گوش میدی که تو دنیا چی میگذره. بعد یه مدتی هم معمولا مالاخولیایی میشی، فکر میکنی همه دنیا دسیسه است، میشی مثل پروفسور رضا سلامی. ایشون الان توی اون به اصطلاح فاز یا چیز مالیخولیا هست که فکر میکنه فقط خودش میفهمه، هیچ دیگه نمیفهمه، خودش میفهمه و ترامپ. این هم اینجا هست، میان بینیم جلوترش. بله تاریخ میگه دربارش، میگه که ما کجاهای دنیا چه کارهای انجام دادیم و الی آخر. من پیشنهاد میکنم به دوستان، مخصوصا طرفداران سلطنت پهلوی و مخصوصا مجاهدین، اینها رو نگاه کنن چه باید کرد. عکس سانسورم نشون بهتون دادم، برنامه عقل فلان، اینم این گفتار عقل بشرم نشون دادم. ترامپ پادشاه عربستان بدون ما دو هفته هم دوام نمیارد و این هم از این. و این کاغذ که مال برنامه زنده است تموم. برین روی برنامه زنده ای که روی کامپیوتر به اصطلاح سیو میکنیم و نگه میداریم. و اینجا میگه که یک لحظه تا این بیاد. بله فرخ یه پیغامی گذاشته، یه جوکی بود که گفتم خیلی برای تلویزیون خوب نیست ولش کنیم. آهان پیداش کردم، ما فرزندان خانواده نیستیم. اینی که هی من میگن بیولوژیکی ما یه چیزی باید بالاتر از این نژاد پرستی و اینها باشه، یه کسی باید دانشش بیشتر باشه. این آقا حالا کاری ندارم، تو برنامه که بوده مال سلطنت طلبا بوده، مال هر کی بوده، اتفاقا نشون میده اگه کسی حرف درست بزنه ما به قول آمریکایا ریگاردلس، بدون توجه به اینکه مال شرق غرب پایین بالاست جنوب فلان، حرفشو گوش میدیم نگاه میکنیم. اینم اینجا نوشته دکتر رامین پرهام، نمیدونم این آغاز یا چون سه نفر تو این برنامه بودن، گوش بدید یه مقدارشو. خودمون هستیم، بنابراین همه ما در ایران عزیز بلوچ هستیم، همه ما کرد هستیم، همه ما گیلک هستیم، همه ما اهل مازندران هستیم، همه ما آذری هستیم. هیچ تفاوت واقعا از نظر علمی نمی کنه. از اون طرف جامعه بیولوژیست ها یک واژه پیشنهاد کرده در رد نژادها. ما نژادها در انسان مدرن نداریم، استفاده از واژه نژاد. آقا دو بار سه بار بگو، یکی این آریان
احمق وطنخواه، یکی همین آقای مهبودی وقتی بهش زنگ میزنن یا یکی بهش میگه آقا درود بر شما آریایی ایران نژاد نمیدونم ده سوراخی، بگه آقا منم مثل دیگران 9 تا سوراخ دارم، نژاد مجادم بنداز تو سطل آشغال. یه بار دیگه بگو بفهم. غلط هست، علمی نیست، زائد هست و خطرناک است. بنابراین من از نژاد آریا هستم یک حرف غیر علمی هست. من از نژاد ریچارد شیردل هستم. من از نژاد چنگیز هستم، اسکندر هستم. همه غلط هستند. ما هوموساپینس ساپینس هستیم. این ساپینس آخری مربوط به نژاد میشه. امروز در تمام کره زمین ما تنها یک نژاد داریم. بنابراین اگر یک نفر از بیننده شما بپرسند که نژاد شما چی هست، بایستی که بگن من ساپینس هستم. هومو یعنی انسان، ساپینس دومی گونه هست، گونه ما هست و اون ساپینس آقا 20 سال ما توی این تلویزیون داریم همینو میگیم. 20 سال هم هست این سعید کابوسی میگه اینا رو از روی اینترنت خوندی. ما هم افتخار میکنیم. خدا پدرت بیامرزه که تو آمدی و رفتی تو تلویزیونای میبودی و دیگران، بلکه اینا در عقلشون رو باز کنن و گوش بدن. نژاد سفید هستی، سیاه هستی، من انسانم. ساپیان گفتی، چی گفتی؟ اصلا ممنونم. این یه برنامه بود که میگم بعضی وقتا برنامه‌های تلویزیون ایرانی رو که نگاه می‌کنی گریت می‌گیره واقعا که چقدر ما عقب افتاده هستیم. این یه برنامه بسیار خوبی بود که من چند دقیقه گوش دادم و یاد گرفتم و لذت بردم و فهمیدم. اینم از این. بله. این ترامپ شارلاتان و بچه‌ش و گنگ و اینها هنوز که هنوز دنبال این زن روسپی که وقتی بچهش 4 ماهه بوده با این میخوابیده و پول میداده و بهش میگفته با مجله بزندم باسن و فلان و بیسار و اینها، هنوز به اونا میگه که برید جلو اینو بگیرید. این بابا کتاب نوشته، تو تلویزیون اومده، دیشب حتی تو تلویزیون جیمی کیمل، تو برنامه جیمی کیمل اومده بود اندازه فلان ترامپ نشون میداد، میگه اینقدر، میگه مثل این مشروم، مثل این قارچای هست که تو باغچه و اینا هم بعضی وقتا هست، میگم همینقدر. اصلا مردی که دیوانه روانی احمق، من دلم برای ایرانیای میسوزه که مخصوصا اینایی که نژاد آریایی هستن که دنبال این هستن. خب بریم ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. ما فرزند خانواده نیستیم. دست بوسی به جای وطن پرستی. یه عکسی رو آقای آریان‌پور گذاشته، دو تا عکس، بعد نوشته نظر خودشون رو. وقتی اینو فرستاده برای همه، یکی از اونایی که تو لیست ایشون هست دوستمون پتیک هست، پتیک مهدسیان، و ایشون نوشته که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین درجه زیباست نشان آدمیت. منظورش این عکسه که یه تیمساری که اونی که 4 تا ستاره و یه تاج داشت ارتش بود دیگه، نه بالاترین تیمسار میشد ارتش بود، این ارتش بود دولا شده و دست رضا پهلوی رو اون موقع بچه بوده داره میبوسه. اینم چقدر خوشش اومده، میخنده. این یکی فکر کنم ازهاریه، وایساده اونجا. نوشته تعظیم کردن و بوسیدن دست ولیعهد 11 ساله توسط یک ارتش بود. هموطن، کافیست خودت قضاوت کن. ارتش بود 4 ستاره با تواضع و بندگی. تواضع و بندگی نباید توی جمله باشه، چاپلوسی و بندگی. چون کسی که تواضع داشته باشه اصلا خدا رو هم براش فرقی نمیکنه با دیگران. آدمایی که تواضع ندارن اتفاقا خودشون میشن بنده دیگران. اونی که تواضع داره، این باید چاپلوسی و بندگی دست ولیعهد. اون بالا نوشتید 11، اینجا نوشتید 13 ساله را میبوسد تا به ظاهر بندگی و گوش به فرمانی خود را نسبت به خدایگان شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران نشان دهد. ولی همین ارتش بود و دیگر عمرای والا مقام ارتش شاهنشاهی ایران که در دوران انجام وظیفه در ارتش از همه گونه نعمت‌های جهانی برخوردار بودند، در آن روزی که باید و سوگند یاد کرده بودند که از رژیم شاهنشاهی ایران و شاهنشاه آریامهر تا آخرین قطره خون دفاع کنند، یک بار سوگند خود را به فراموشی سپرده و ارتش شاهنشاهی ایران را تسلیم رجاله‌ها و پاورنه‌های شهر تهران کردند، بدون آنکه حتی یک گلوله از اسلحه ارتشیان در روز 22 بهمن خالی گردد. آیا چنین بود پنجمین ارتش قدرتمند جهان؟ الان
سوال میره به طرف فرخ، فرخ هم همه باز میندیسه اگه ارتش نبود ایران نبود. من عکس خودم رو میذارم میگم ساعت 2 من برنامه دارم، به جایی که بمیسه من به دوستانم میگم، به جایی که بمیسه من امروز هستم، به جایی که بمیسه من نیستم 2:30 میام، برمیداره زیر شعار مینیسه اگر ارتش نبود ایران هم نبود. اصلا آدم مات میمونه. عقده‌گشایی پهلوی و مجبور کردن کودکان خردسال به دستبوسی رب پهلوی. کلیه پرسنل ارتش شاهنشاهی وظیفه داشتند که این سوگندنامه را خوانده و امضا کنند. من که لباس مقدس سربازی را در بر نمودم، در پیشگاه خداوند به دین و ایران که شاهنشاه بزرگ ارتشداران مظهر آن هستند بوده و در مقابل کلیه دشمنان چه داخلی چه خارجی تا سرحد جانبازی فداکاری نموده و اوامر دستورات فرماندهان رؤسای خود را که از طرف بزرگ ارتشداران منصوب شده باشند اطاعت نموده و هیچگاه عملی که مغایر حیثیت و شرافت ارتش و ملت ایران باشد مرتکب نشده و اعلام می‌دارم که این سوگندنامه را آزادانه و صمیمانه و بدون هیچ قید و شرط و فکر مخفی، اونجاش درسته بدون هیچ فکری دیگه، مخفیش نباید بشه، بدون هیچ فکری امضا نموده و وظایف خود را از روی صداقت و وفاداری و جدیت انجام خواهم داد. در این راه خطی خدای را به کمک میطلبم. دکتر حسام نوذری که راجع به نژاد صحبت میکرد همیشه بحث‌های سازنده‌ای میکند و من همیشه از برنامه‌های او استفاده میکنم. خب اینجا شما کم لطفی کردید آقای اکبری به این شخصی که اینقدر دانش داره، اینقدر قشنگ صحبت میکنه، برنامه‌شو برای دوستانت نمیفرستید. این همینه که من میگم آقا شما از یه برنامه‌ای که بدت میاد 100 بار برای اینا اونو میفرسی می‌نیسی ببینین کره خرچی میگه، ولی اونی که خوشت میاد چرا نمیفرسی؟ پس اسم این دکتر حسام نوذری بود. حالا من سعی میکنم ویدیوهای دیگه‌ش هم ببینم. اینو یه نفر برای من فرستاده بود، بعد دیدم اه چقدر قشنگ توضیح میده. این همی که شما میری یه جایی تا من میبینم طرف نمیدونم شیرازیه، میگم بله ما شیرازی هستیم، تا میبینم تهرونیه یه جوری میخوام خودمو به تهرونیه بچسبونم، اگه گفت اهوازی هستم میخوام بگم اونجا خدمت کردم، اگه گفت کرمانشاهی هستم میخوام بگم اونجا خدمت کردم. یعنی ما هممون از این مجموعه ساخته شدیم. 4 تا نسل میریم اونورتر میبینی باباش از کرمانشاه اومده اونجا، مثلا میگفتنش یاقیه اومده شیراز ازدواج، یکی دیگه این شیراز سردش بوده رفته مثلا بوشهر ازدواج. اینه که پس این دیوون بازی ها ما نژاد آریایی، تلویزیون ایران آریایی، آخه احمق تو تا اینو میگی فاصله میندازی. بارها من گفتم آقا بذار تلویزیون شیراز، گفتم نه آقا، من حتی به این آقای محمود قربانی گفتم میخوام یه شهری از مکزیکو بخریم، البته نمیخوایم بخریم، ما میخوان بهمون مجانی بدن. گفتم خب، گفت البته میخوام یه پولی هم ازشون بگیریم چون بهشون گفتیم ما میخوام بیام آبادش کنیم. گفتم آقا میخوای آبادش کنی زنگ بزن به این مجاهدین بدبختا عملگی کردن بلدن 30 سال تو اشرف بیر کلنگ زدن، ببرشون اونجا بیگاری هم مجانی برات کار کنه. خب تیمسار رحیمی این کار را کرد. چه کار کرد؟ شلیک کرد، چند نفر کشت. تیمسار رحیمی وقتی تو دادگاه گرفته بودنش گفت من قسم خوردم به شاه و فلان و اینها، ولی من فکر نمی کنم کاری کرده بوده، مقاومت کرده بوده. البته تقصیر شماها بوده، شماها اسلحه ها رو برشتین بردین. نکن دیگه فرخ، سابقت زیر بغل منه. پروندت یادت وقتا این معلم و نازمه و اینا میگفت که ببین اگه میخوای بری دانشگاه پروندت زیر بغل منه، یعنی با یه نمره خرابه دید. خب این هم از این. خب اگه تیمسار رحیمی این کاری کرده آفرین، ولی این بیچاره هم اشتباه کرده، چون شما باید به مملکت وفادار باشی، به ملت اون مملکت وفادار باشی، نه به شاه و بچه عقب افتادش. تو که فرخ جان اینجا هستی، احتمالا چون خواننده هم بودی تو مهمونی ها اینا بودی، مثلا این خانواده این آدم های خسیسی گدایی نخوری نمیخورن، ببخشید او وقتا میگفتن نمیرن توالت که فرد گشنشون نشه. یک نمیدونم اینا دیگه کی بودن، ما که قاجار ندیدیم ولی به نظر میرسه اونا بهتر از اینا بودن. کمرای سه ببرمتون، این ترامپ
شارلاتان نشونتون بدن. اورو نیوز نوشته که گزیده خبرها ترامپ اینجا بود، پادشاه عربستان بدون ما. ببخشید یکم صفحه رو درست کنم. اینه این یکی. این بزرگتر شد، بهتر شد. ترامپ پادشاه عربستان بدون ما دو هفته دوام نمی آورد. دیوان بین المللی دادگستری تحریم آمریکا نباید بر کمک های بشر دوستانه به ایران تأثیر بگذارد. دیوان لاهه در دستور موقت خود در مورد شکایت مطروح از سوی ایران از آمریکا خواسته تا مطابق با تعهداتش در قالب پیمان مودت عمل کند. سپاه پاسداران 40 فرمانده داعش در حمله موشکی ایران کشته شدند. کشف 2 بسته سمی کشنده در وزارت دفاع آمریکا. خب شما اینو داشته باش. تا حالا از تلویزیون‌های آمریکایی چند بار ما شنیدیم که معاونای داعش کشته شدن، فرمانده‌های داعش کشته شدن. آقا این داعش اگه سیستمش مثل نظام مثل ارتشه، یه سلسله مراتبی، یه چین آف کامندی هم باید داشته باشه. یکیش حسن علی ملا آیت الله، یکیش ملا نمیدونم حجت الله، باید یه درجه رنگی باشه. هر وقت یک کس کشته میشه میگن یکی از معاونان اولش کشته شد. حالا دیگه ایران از اینا هم زده جلو، گفته ما 40 تا فرمانده داعش رو کشتیم. نکنه داعش هم همش فرمانده است، اونم مثل کمپوزیسیون ما. کمپوزیسیون ما میدونی همه فرمانده هستن، هیچ کس عضو و ممبر و اعضا نیست. یه سازمان داریم که اعضا داره، هوادار داره، این هم رهبر نداره. خوشتون میاد؟ یا از این وریه یا از این وریه. یعنی از این وری هم انقدر رفته بالا که باز اومده پایین. پس میشه چی؟ کارمون خیلی خرابه. آقای کاووسی شما هم کارت خرابه، حالید نیست و هنوز شجاعت این که بگی من هم کارم خرابه پیدا نکردی. این حالت اگریسیو بودن، اجیتیو میگن، مثل ماشینای لباسشویی دیدین وقتی اینجوری میکنن، اجیتیشن. بله بله همین. بله دیدم، فکر کنم چیزشم دیدم تو دادگاه. بیچاره اون دادگاه ها واقعا بیدادگاه بود. ولی یادتون باشه در تمام انقلاب ها این کار رو انجام میدن، دلیلشون هم اینه که میترسن اینا طبق برنامه که با هم داشتن دوباره با هم سازماندهی کنن و بیان قدرت از اینا بگیرن. یعنی اگه نگاه کنی آقای چیزم که تو کوبا برنده که نه پیروز شد، همین کار کرد. هر کی در قدرت بود گرفت و کشت و کارخونه هاشونو گرفت. الان یه مشروب خیلی بزرگی هست، رام، همین رام داری داری رام، این رامن کوکو اینا، یه مشروبیه که صاحب اصلیش رفته یه کشور دیگه، بعد اینا کارخونهش گرفتن. میگه آقا شما کارخونه منو گرفتی ولی این فرمول اینا مال منه، حالا که اومدم اینجا این کارخونه اصلیه. نه این دعوا هست، دعوای حیدر نعمتی سالهای سال. در صدی نممنون پیداش کردن. بریم با تشکر از آقای رضا سلامی این ویدیوی 2 کلمه حرف حساب رو با هم ببینیم. بله این آقا خیلی حرفای حساب میزنه. این آقا رو من یه ویدیوش هم دیدم، آقای رشیدپور، که میگفت گویا با خانمش و بچه ها شب داشته میمده، بسیجی ها اینا گرفتنش و بهش گفتن که بعد فهمیدن مزاحمش شدن. بعد که فهمیدن آقای رشیدپور همون آقای رشیدپوره، گفته برو. بعدی بایستاده گفته من نمیرم. حالا من مجری تلویزیونم، شما منو ول می‌کنی، ولی مردم بدبخت و چی اینا صحبت کرد. ولی آقای رشیدپور شما گفتی مردمم با شما هم دردن، چه کاری کردن؟ هیچی. چه برنامه برای فردا داری؟ هیچی. حالا بریم اینو گوش کنیم. حرف درست می‌زنی، حرفا همه قشنگه، حرفا همه حسابیه، عمل پشتش نیست، برنامه فردا نیست. بیا ببینیم اینجوری. فرخ میگه سر بی لطفاً پرونده منو رو کن، همش سفید ها. بشنوید. آقای هدایت خادمی نماینده مجلس با حقوق 27 میلیونی، ظاهراً آقای بهروز نعمتی، علی عدیانی و محسن بیگلری نمایندگان تهران، قائم شهر و سقز از وزارت نفت حقوق بالای 20 میلیون تومان میگیرن. نه از این سه عزیز، از آقای زنگره میپرسم محل کار اینان در میدان بهارستان
آنقدر شرایطش سخت است که باید چنین حقوقهایی بگیرند؟ و خیلی برای من عجیبه، ما در شرایط خاصی که مشکلات فراوان اقتصادی داریم، آقای نماینده مجلس که یه نفرتون هم عضو هیئت رئیسه هم هست، شما وقتی 20 میلیون تومان، بالای 20 میلیون تومان از یه وزارت خونه دیگه ای حقوق بگیری، اصلا چطوری میخوای درد مردم رو بفهمی؟ چطور میخوای بفهمی که مردم چند ماه یه بار یه حقوق توی بخش سی تی اسکنمون بود دیگه، میگفت 8 ماه حقوق ندن 30% دارن حقوق میدن. شمایی که در مجلس نشستی، شمایی که در هیئت رئیسه هستی، بالای 20 میلیون حقوق میگیری، دو سه تا خونه همینجوری تصرف کردی نشستی و پسش هم نمیدی، چجوری میخوای درد مردم رو بفهمی؟ چطور میخوای در شرایط اضطراری و بحرانی قانونی تصویب بکنی که دردی از دردهای اقتصاد مملکت رو دوا بکنه؟ اصلا چطور میتونی به نفع مردم تصمیم بگیری زمانی که بالای 20 میلیون تن از یه وزارت خونه دیگه پول میگیری؟ آقایی که در هیئت رئیسه مجلس هستی، همه اینها رو میگم، هر عواقبی هم داشته باشه، کسی در هیئت رئیسه بنشینه بالای 20 میلیون تومان حقوق بگیره بعد بگه برای مردم میخواد؟ هیچ عواقبی نداره. آخوندا اینقدر زرنگن که میذارن شماها اینا رو بگید، این سوپاپ اطمینان، مردم کام داون ریلکس میشن، دوباره میرن دنبال دلار بخرن، دوباره میرن ببینن کدوم بانک بهشون 25% میده. شما هم قسمتی از همین کار آخوندا هستی. دوستان عزیز، برنامه من همین بود، همینجا تموم میشه. اگه شما دوست داشتید برنامه را، هم به دیگران معرفی کنید، هم حمایت کنید. اول ماه، اجازه بدید سوم ماه، هم از فرزاد که قبل از اصلا اینکه اینجا بشه یکم لطف کرد و حمایت کرد تشکر کنم، هم از احمد از فلوریدا تشکر کنم، هم از شما دوستانی که به زودی به اصطلاح حمایت خواهید کرد. حمایت کردن هم خیلی ساده است، روی تلویزیون مردم، مردم tv.com که برید، این ور و این ورش با فارسی و انگلیسی نوشتین که شما هیچ عذر موجهی نداشته باشی. بگی من انگلیسی بلد نبودم، فارسی گذاشتم. بگی فارسی بلد نبودم، انگلیسی گذاشتم. کلیک میکنی، حمایت میکنی، خیلی ساده. و اگه یه جایی هستی که دسترسی به تلفن برات ساده تره تا دسترسی به یوتیوب و وبسایت و فیسبوک، با این شماره تلفن میتونی صدای برنامه ما رو هم بشنوی. همین الان من امتحان کنم ببینم پخش میشه یا نه، ولی خب سعید گفت پخش میشه دیگه، وقتی سعید گفت پخش میشه من چرا امتحان کنم؟ بله، میگه که چند؟ 605 اینجا، 1, 2, 3, 4, 605 605. یه چیز جالب براتون بگم دوستان، 475 58 83، اینو زنگ بزنیم ببینیم صدا میده. من حرف میزنم، چون اگه حرف نزنم وقت اونجا که زنگ میزنیم صحبت یا صدایی نیست، فکر میکنیم قطع شده. 1, 2, 3, 4 بگیم. 1, 2, 3, 4 هنوز مثل که وصلیم. صدایی نیست، فکر میکنیم قطع شده. 1, 2, 3, 4 بگیم. آفتاب آمد دلیل آفتاب اینقدر تأخیر داره. من اینجا حرف میزنم تا زنگ بزنم. یه روز رفته بودم بیرون، عجله داشتم، بعد خب هی تلفن استفاده میکردم، میذاشتم جیم و اینا، بعد میخواستم زنگ بزنم به تلفن، تلفن رو درآوردم، دیدید این وقت صفحش لاک شده، قفل شده، شما باید اول اون 4 تا یا 6 تا پسورد یا حرف ورود یا رمز ورود رو بزنید. من هی شماره تلفن میزدم، هی این دوباره اینجوری میشد، دیگه کم مانده بود تلفن رو پرت کنم. واقعا آدم دیگه میمونه توش، چون اینا هم همشو یه رنگ یه شکل درست کرده، نمیاد اونه مثلا اینجوری بنویسه که شما اینه بفهمی. اونم صفحش مثل همین کیبورد مال کامپیوتر و اینا هست. راستی کسی میدونه چرا کیبورد کامپیوتر 1, 2, 3 پایینه ولی شماره تلفن 1, 2, 3 بالاست؟ اون از بالا پایین. اینو بارها پرسیدیم، کسی جواب نتونسته بده. دوستان عزیز، از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو حمایت کنید، در تلویزیون مردم آگهی بذارید. از تعداد دشمنانی که زنگ میزنن شما میفهمی آدمای معمولی هم چقدر میبینن. آگهی در تلویزیون هم اینجوری نیست که شما امروز که زنگ میزنی همون موقع یکی به شما زنگ بزنه. یه وقت مینی مینویسه 5 ماه 6 ماه دیگه میخواد خونهشو بفروشه، میخواد ماشینشو تعمیر کنه، با شما تماس میگیره.
روز روزگار بر شما خوش. جمعه با شما خواهیم بود، جمعه ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیرحسین لادن در باره این شعار نابهنگام رضا شاه روحت شاه صحبت میکنیم که یه جورایی هم معلوم شده باز خود این آخوندا اینو تزریق کرده بودن توی مردم. نظرتون راجع به دلار، راجع به این بانکایی که گفتم بگی در تلویزیون مردم، شما هم میتونید نظر داشته باشید. بذارید من این شماره تلفنم نشون بدم، با این شماره تلفنی میتونید تماس بگیرید، پیام بذارید. اون احمقی که طرفدار رضا پهلوی پیام میذاره من تا صدای زرزرش میشنوم قطعش میکنم، احمق، اگه درست صحبت کنی من پیامتو پخش میکنم، لازم نیست اسمتم بگی، ولی بیا منطقی صحبت کن، من پخش میکنم، مردم بگن آقا این چقدر بی منطق سربی، و اون خیلی منطق داره. ولی وقتی فوش میدی معلومه شما گوسالا 57 سال مملکت دستتون بود، چنان گندی زدید که مردم راضی شدن به این آخونده و قرخورمون شپشو. 40 سال هم اینا دستشونه، گیرم که فردا دوباره بدنش دست شما، چه تاج گلی میخوای به سرشون بزنی؟ همینجوری که میخوای فوش بدی، میخوای فوش بدی؟ منی که تو آمریکا هستم، تو نمیتونی آزادی منو تحمل کنی. من آقا آزادم، این چیزایی که من میگم تو دوست نداری؟ گوش نکن، برو بچار. یادت تو ارتش میگو عقب گرد که منم بتونم یه تیپا بهت بزنم با سرعت بیشتری بری. It is hotter these day یا hotter these day، نمیدونم چی hotter. آقای فرخ هم یه پیامی فرستاده، پخش زنده خبرهای شبانگاهی صدای آمریکا. خب خیلی ممنون، ما خودمون صدای آمریکا هستیم اینجا، فقط یه 20 دقیقه فاصله داریم. دوستان عزیز ممنون و متشکرم. یکی یکی خاموش کنم و شما هم برید به کار کاسبیتون برسید، مگه زندگی ندارید؟ اون ایمیلیاتونه میگه آقا از هر کارمندی یکیش داره چای میخوره، یکیش داره کارهای خونش انجام میده، یکی داره با زنش صحبت میکنه، یکی داره با دخترش صحبت میکنه، تو هم که نشستی ایمیل منو میخونی، خب مگه کار نداری؟ بلند شو برو. حالا ما هم همینجوری شدیم، هی میگیم تو آمریکا هیچ کار نمیکنه، کار تولیدی دیگه نیست، از بین رفته، ما هم نشستیم اینجا، من نشستم عمر خودمو تلف میکنه، شما هم نشستید عمر خودتون رو تلف میکنید، به تلف شدن عمر من نگاه میکنید و میخندید. با امید دیدار جمعه ساعت 2 بعد از ظهر.